درود و عرض ادب خدمت هر 10 پلیر این بازی، گروه محترم داوری و همچنین همراهان همیشگی و وفادار گروه مافیا تیوب، یعنی بیننده های خوب کانال یوتیوب و توییچ ما. نبی هستم، افتخار این رو دارم که میزبان شما در این بازی باشم و از این بابت خیلی خوشحالم. در خدمتون هستیم با دومین بازی از مرحله پلی آف تورنمنت بزرگ رنگین کمان. در این مرحله لازم نیست توضیحات مرحله مقدماتی رو تکرار کنم. همونطور که میدونید سناریوی بازپرس هست. تمام مقررات بازی و مقررات انضباطی کماف سابق برقراره. مجددا تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این تورنمنت کمک کردن، از جمله گروه داوری و اسپانسر برنامه، گروه تولیدی صنعتی یوسف زاده سماور آپولون با بیش از نیم قرن تجربه به نمایندگی سرکار خانم یوسف زاده اسپانسر تورنمنت رنگین کمان. این رقابت جذاب رو به شما تقدیم میکنند. ویدیوی محصولات خوب و کیفیت این گروه رو براتون به نمایش میذارم تا با محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آپولونه ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. امیدوارم که بهترین بازی خودتون رو به نمایش بذارید و جدا از جنبه رقابتی تورنمنت از بازی خودتون لذت ببرید. قبل از شافل کردن نقشها از گروه محترم داوری خواهش میکنم اگر صحبتی با پلیرها دارن بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت هر 10 پلیر عزیز، آقای مهدی، آقا نبی. امیدوارم بازی جذابی باشه. یه چند نفر از شما خیلی میلیمتری با امتیازات بالا متاسفانه صعود نکردین. خیلی دوست دارم تو مرحله بعدی ببینمتون و اینکه بهترین خودتون باشید. هر نقشی گرفتید بهترین همون نقش باشید بچه‌ها، اصلا نقش مهم نیست، بهترین ناتو یا بهترین شهروند ساده. موفق باشید. بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت همه، خوشحالم که مجدد میبینمتون. خیر مقدم به عزیزانی که تازه به تورنمنت اضافه شدن. عرضم به خدمتتون که امیدوارم از این شانس مجددی که در اختیارتون قرار گرفته به بهترین شکل استفاده کنین، امتیازها رو درو کنین. شما یه 30 ثانیه پیش روتون میبینین، تو این 30 ثانیه میتونین 5 نمره فکت بیارین، 5 نمره تشخیص بیارین، ایجاد موج بیاری، میتونم هیچ امتیازی از این 30 ثانیه نیاد. امیدوارم که بهترین عمل کردتون رو ارائه بدین و یه بازی با کیفیت ببینیم. آخر بازی حداقل هر کس از خودش راضی باشه. بفرمایید، در خدمت. خیلی ممنون از خانم سارا و آقای مهدی. میریم برای شافل کردن نقش‌ها. طبق روال بازی‌های قبلی من این ویدیو رو ادیت میکنم، قسمت شافل کردن نقش‌ها رو به انتهای ویدیو منتقل میکنم. زمانی که دارید یوتیوب میبینید این بخش به انتها منتقل شده. فارغ از هر نقشی که براتون اومده، امیدوارم بهترین بازی خودتون رو به نمایش بذارید و جدا از جنبه رقابتی تورنمنت از خود بازی لذت ببرید. بازی رو شروع میکنیم از روز معارفه شماره 1 به سمت شماره 10. بفرمایید. سلام دوستان، حمید میرشکار هستم، شهروند بازی. دوستان هر زمان اسم من یادتون رفت میتونی شهروند صدام کنی و شهروندی خودم رو ثابت میکنم توی بازی با رأی و فکت. من تو سیت 1 میخوام با کل دک دیالوگ کنم. اگر جایی به شهروند بازی تارگت زدم بام دیالوگ کنه، قطعا عقب میگیرم، دندقب میگیرم و دندقبم تا آخر بازی هم کار میکنم. یه تارگت میزنم شماره 3، یه تارگت هم میزنم شماره 6، آقای انوش بچرم. درود رفقا، من امروز کلان از صبح تب و لرز داشتم، یعنی زوری رسوندم خودمو که بشینم بازی کنم. امیدوارم بازی خوبی باشه. به نام رسول همتون، دوستتون دارم. ببین 4 مافیاست. خب ببین، راوی میگه فارغ از سایت بازی فقط خوب باشه، 4 لایکش اینجاست. سلطان شهرمند میخواد ببره، دنبال بازی قشنگ نیست.
خب اونی که لایکش اینجوری میاد تو تصویر مافیاست، تو برد و باخت براش اهمیتی نداره، فقط میتونه به بازی خوب هم فکر کنه. این از این پنجم احساس میکنم میتونه مافیا باشه. من 4 و 5 رو مشکوک دارم. یکم یه چیزی گفتی عجیب غریب، یعنی چی که شهروندی رو ثابت میکنم با رأی و فکت؟ یعنی چی؟ متشکرم. سلام، من شیوانی هم، ولی میتونی آروین آبادان صدام کنی شاید راحت تر باشه. آمین هم میکنم. شماره 1 من شهرم، یاد رو من چیز نکنم، من شهرم. خوشبختانه این بازی برای من یک کمی راحته، چون بین این همه بازی کنه خب من خیالم راحت که بالا نمیرم، شهرم هستم با خیال راحت بازی. من به شماره 6 و 7 و 9 حال اکتی فقط تکی ندارم، 6 و 7 و 9 فعلا مشکل. عرض ادب رفقا، من اسمم آرمینه، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون مافیا بازم. شماره 2 تو مشکوکی، تو یک نفر قبل خودتو مشکوک داشتی، اول باید مافیای فکتی تو میگفتی بعد میرفتی سراغ مافیای اکتی. تو مشکوکی، تو یه فکت بی خودی هم مثلا راجع به منو بردی. ببین، من شماره 7 و 10 رو خیلی مافیا دارم. من با نقش شهروندی فردا شما دوتا رو تحت فشار میذارم، یا من زورم به شما دوتا میرسه میدمتون بیرون، یا شما من رو با یارات میدین بیرون. من شما رو وصیت میکنم، نمیذارم نفس بکشید شما دوتا. خیلی برام اکتی مافیا هستید، 7 و 10 برام خیلی مافیا. بچر سلام دوستان، کیان هستم، خیلی خوشحالم در کنارتون دارم بازی میکنم، شهروند بازیتون هستم، امیدوارم که نتم یاری کنه. دوستان، من میخوام توی این بازی یه تیم شهروندی برم. به نظرم بازی خیلی خوب پیش رفته تا اینجا. کسایی که بهشون گفتم شهروند، یک روز با من بازی میکنن، هر برایندی بود با من، یعنی اینقدر مطمئنم از این بازی. به نظرم 1, 3, 4 شهروندن، 2 مافیاس. خیلی کره زشتی گرفتی شماره 2. اصلا شهروند همچین حرکتی نمیکنه توی بازی. خیلی به نظرم فول بود حرفت سر شماره 4. امیدوارم 8 و 9 معرضا و رسول هم شهروند باشن. خیلی دوست دارم این بازی شهروند باشن و بتونم بفهم که شهروندی. سلام دوستان، خوشحالم با شما بازی میکنم. از برگزار کننده های تورنمنت هم تشکر میکنم، یه بستری آماده کردن که ما بتونیم بازی کنیم. من از بین قبلی ها شماره 4 رو خیلی مشکوک دارم. شماره 4، شماره 2 میخواد تو رو بده بیرون، تو رو مافیا داره، تو میخواد دو تا بعدی رو فشار بدی بندازی بیرون. شماره 4 رو مشکوک دارم. بعد شماره 5، بعد خودم هم مافیایی ندارم، صحبت ها رو گوش میکنم ببینم چی میشه. سلام بچه ها، نرگس هم، خیلی خوشحالم تو این تورنمنت با 9 پلیر بهتر از خودم بازی میکنم. شماره 4 آروم باش، شاید من تو رو شهروند داشته باشم، پس به من تارگت نست. من شماره 2 ادیسون رو خیلی مشکوک دارم. ببین تو، فکتی که شماره 4 رو در مورد تو خیلی میپذیرم، تو اول باید در مورد شماره 1 صحبت میکردی، بعد اون چیزا رو در مورد شماره 4 رو بقیه میگفتی. خب غیر از اون، من شماره 8 رو هم مافیا دارم. شماره 8 به خاطر اینکه تو وقتی که ادیسون داشت در مورد شماره 4 صحبت می‌کرد، پذیرفته بودی، میگفتی، یعنی فکتشو پذیرفته بودی. بعد وقتی شماره 4 و 5 در مورد شماره 2 صحبت کردن، اصلا برام خیلی عجیب بود که لایک دادی که شماره 2 برات مافیا بود. من 2 رو خیلی مشکوک دارم. 3 رو هم مثلا شهروندی نگرفتم، یعنی تو باید در مورد 2 نفر خودت که یکی دم به یک زده بود اعلام نظر می‌کردی. سلام دوستان، محمد رضا، امیدوارم بازی خوبی داشته باشید و بهترین بازیتون رو ارائه بدین. شهروند غیرت کنه این بازی رو ببری. 2, 6 و 7 تا اینجا برای من مشکوک بودین. آن شماره 2، ذهن هوشیار شهروندی اینه که اول این یکیش مشکوکه رو بگی اتهام بزنی دیگه. تو از نظر من مافیای بازی میتونی باشی. شماره 6 چه اتفاق افتاد؟ 4 و 5 و 4 فکت شهروندیشو به نظر من آوردی. یه 4 مثلا 2 مشکوک بوده بازار واسش، هم رو همون پارو میزد دیگه، بیکار مثلا پاشه دوتا مثلا بعد خودش اینجوری مثلا بره تو دل 2 نفر دیگه مثلا تو این بازی. 6 مشکوکه بازی خانم شما رفت، من واقعا نفهم چی گفت.
گفتی من کجا مثلا حالا فعلا من تو مشروب میزنم فعلا کاری بود ندارم، نظر من 2.6 قطعی مافیا به چرخ ببینیم چه داشتن. سلام بچه ها، اسمم رسول تومازی. من پوزیشن 4 و 5 رسول جان صدا تو نداری، من تایم تو ریسیت میکنم. یا مثلا شیان تیم شهروندی میچینه روز معارف قبل. دوباره برو، صدام نیست الان اومد لگ داشت. هست سلام؟ بله صدام هست. یه رسولم دیگه، خیلی چیز نیست. آقا پوزیشن 4 و 5 گفتم که به نظرم مافیایی نمیتونم باشم. مثلا 4 دو رو مافیا داره، میگه 7 و 8 رو زیر فشار قرار میدم. یا مثلا کیان 5 میگه که من تیم شهروندی میچینم، مثلا 1 2 1 3 4. حالا تیم شهروندیش من مشکل دارم ولی کار ندارم، پوزیشنی میگم میتونه شهروند باشه. حمید شماره 1 فردا برایندش در میاد، ولی مگه تو دیالوگ نمیخوای بکنی با همه؟ چرا تارگت میزنی؟ تو که یه نقشی هستی که میخوای دیالوگ کنی داداش، چرا تارگت میزنی؟ ادیسون رو مشکوک دارم، فکتش رو گفتن. 6 به نظرم فکتش واسه 4 امی خیلی نه شهروندیه نه مافیایی. به نظرم اگه اینو دیدم، حالا نمیتونم بهش بگم مافیای شهروند، ولی کیان خیلی شهروند دارم با اینکه ذهنش با من مخالفه. نرگس هم شهروند دارم. سلام دوستان، کپتن بازیتون هستم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم، از همتون هم چیز یاد میگیرم. من اولین فکتی که وارد بازی میکنم، من شهروند بازی هم مشکوک ها میگم. آقای ادیسون فکتتون راجع به 4 اکتی بود، بعد به 5 زدی بدون فکت، بعد برگشتی سراغ 1. این شما رو خیلی مشکوک میکنه، خیلی مشکوک میکنه. خدمت شما که 4 به من زدی و 7 استاد با دیالوگ میکنم، اگه شهری من شهرم دیگه به من نزن لطفا تا آخر بازی. این از شما. کیان 5 بچه به نظر من قطعی شهرمنده. چرا شهرمنده؟ چون یه تیم شهرمندی میخواد بشه، مسئولیت تیم رو میخواد خودش قبول کنه. یعنی اینقدر میخواد، یعنی مسئولیت پذیری مافیا نیست. مافیا نمیره توی گروه بگه مسئولیتش با من هر کاری کردن. مایک نو هم یه مشکوک. متشکرم، صحبت دوستان رو شنیدیم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا یه پیام به من بدن تا لینک براشون بفرستم. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آخولانه ها؟ از ما گفتم سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. شب معارفه رو پشت سر گذاشتیم. آقای آرمین شماره 3 و آقای کیان شماره 5 هم تصویر بدن. گروه مافیا با هم آشنا شدن، یک دور صحبت میکنیم از شماره 1 به سمت شماره 10. بفهمید بهنام صحبت کنه. 10 خیلی ممنون، من حرفا میخوام نصفمون. من اول 6 رو بگم. آقا 6 به نظر من خیلی مشکوکه، فکر میکنم اصلا مافیاست. به 4 و 5 زدی و ساد، بعد زبون منو 7 شدی. این خیلی عجیب بود. آقای مایک نو، شما تارگت های آرمین رو اشتباه گفتی. فداچم، من حرفاتو شهروندی گرفتم و با شماره 4 به 7 و 10 زد. آها تو گفتی به 7 و 8 زد. مرسی، این برام عجیب. ببین شماره 9 تو سیت 9 بازی نشستی، حرف 8 رو گوش کردی. خب بعد مافیایی نداری، بعد بلند میشی میگی 5 شهرونده. شما مسیر ذهنیت با 5 یکی نیست که. 5 شما یه دونه فکت برای دو آورد که من لایف دادم، من با 4 و 5 هم فکر بودم، بعد شما 5 مافیا داری.
اصلا نمیخونه، ایزن فکر رو دم میشینه، ولی چون ده من شما رو مشکوک دونست پایان حرفاش، من به ده دیگه کار ندارم. ولی شما مشکوک منی امروز، من تو صحبتام گفتم دیالوگ میکنم با کسی که من اگر به شهروند زدم با هم دیالوگ کنه. من به سه زدم با هم دیالوگ کرد، به شیشه زدم با هم دیالوگ نکرد. پس من چجوری دیالوگ پذیر باشم؟ باید تارگیتی بزنم که برگرده. چالش برای مایک شیش قبل من صحبت. ما که سوال هفتم آقای بینام ترتیب تارگت زدن هاش بالا پایین بود، چرا چیز زدی فقط اون یکی رو دیدی، خانم سوال هفت رو ندیدی؟ آقای شماره هشت که زبون شماره چهار شده میگه این فقط فقط شهروندی زبون چیز نشده، بعد من زبون شما شدم، من واقعا یه تارگت زدم به شماره چهار. آقا از من حضور شماره ده خیلی مشکوک، هشتم خیلی مشکوک. خب الان معتقده دهه فکتش درسته، فقط نباید تنها به تو میزده، درسته؟ شما که مافیایی، رسول نه شوه، هیچ شهروند عاقلی فکت شهروندی برای کسی نمیاره روز معارفه، چون ممکنه اشتباه کرده باشه فردا با مافیا بازی کنه شهر رو به چخ بده، درسته؟ خب نه که قطعا مافیاست، من نمیدونم دیگه پنج چیه. خب من نه و قطعا مافیا دارم، شیش رو هم مافیا دارم، نه شیش فرقی نمی کنه، یعنی هر کس به من رأی بده من مافیا هم نه و شیشه. چالش میدم به هم. خودت نمیخوای صحبت کنیم؟ من فکر میکنم بین دو و نه قطعا مافیا هست، قطعا بین دو و نه مافیا هست، یعنی دوتاتون برای من خیلی مشکوکید که من میزنید. ببین رسول، تو دیروز رو مایی که شماره نو در مورد یک، الان یک برای تو مافیا بود یا نبود؟ رو مایی که شماره نه تو نباید در مورد یک اعلام نظر میکردی که برایندش فردا در بیاد، حالا یه چیز میذاشته فردا صحبت کنه دیگه، این به نظرم خیلی بود میشه. من خواستم ببینم شما چی دارین بگی. برای شما روز اول یه ایراد از من گرفت که به قبلی هم نزدم، پنج شیش نفر قبل خودت صحبت کردن، خودت هم خیلی قبل خودت تارگت نکرد. خود شما همچنان مشکوکی برای من شماره هفت. به نظر من بین دو و نو هست، چون فکتش شماره یک اوورد برای این، به خاطر اینکه این همه صحبت کردن من نفهمیدم به کی تارگت زدی. اصلا کنم یه نفر، خود شماره یک رو فقط تارگیت، این همه صحبت کردم باید یه تارگیتی میزد. بین دو نو اگه هم باشه نه بیشتر برام. چالش میدم به شماره هشت بعد از من صحبت کنم. به نظرم ساید درست بین دو شیشه نه دو نو. من یه دوی رو مشکوک داشتم ترن معارفه، شیشه هم اومده زبون دو شده، امروز این دوتا خودشون دارن به همدیگه تارگت میزنن، پس ساید درست بین دو و شیشه. آقای شماره شیش، تو ترن معارفه زبون تارگت های من شدی، تو صبر میکردی بذاری شماره هفت و ده صحبت بکنن، چرا شماره دو لایک میدی دیسلایک میدی؟ مگه شیشه رو مشکوک نداری؟ من دارم به مافیای تو میگم مافیا، چرا دیسلایک میدی؟ تو آقای شماره شیش، تو ترن معارفه زبون هستی تارگت من شدی، اجازه ندی حتی اونا صحبت بکنن. دو قفله، نه امروز هم تو میای بالا هم شماره 6 میای بالا، امروز دوه داره میگه شیشه مافیا، شیشه میگه دو قفله. ساید درست همینجاست بین دو و شیش از نظر من. آقا بین دو و شیش و نو که با بیل مافیا در میان، شماره دو یه شماره شیشی اصلا با تو کار نداشته، بلند شده الان اومده مثلا به من خورده داره میگیره، به چاره داره خورده میگیره، که مثلا چرا داری مثلا به تو اتهام زنید؟ یکی از کسایی بود که اصلا به تو کاری نداشته، چجوری ذهن تو شماره شیشه رو خرق کرد و فورس فشار گوشی رو شماره نو؟ الان نوه شیشه رو گفت کرده، شیشه هم دوه رو گفت کرده، شما ستا که خیلی خوبی تو این بازی، از شماها مافیا در میاد. به نظر من سه هم میتونه مافیا باشه، بقیه‌تون از نظر من تا اینجا شهر بر. میدم رسول صحبت
بین مریض محمد رضای مافیاسا بین مریض هستن با ما سوای این که امروز ادیسون میاد بالا میره بیرون بین مریض محمد رضا محمد رضا بین دو و شیش و نو بیل بزنی مافیا در میاد سه مشکوکه سه که گفته بین دو و نو مافیا هست چرا مشکوکه سه داداش نه محمد رضای مشکوکه دیروز به هر حرفی که من زدم لایک داده نرگس هم مافیا داشته من شهروندش داشتم اونجا کلپس کرده امروز میگه بین دو نه محمد رضا که شهرونده چون رسول داره بهش تارگت میزنه دو هم داره لایک میده شماره دو گفته من یه مافیای قدس دارم شماره نوه بازی امکان نداره نوه تارگت بزنه به هشت دو هم لایک بده بعد دوه دوباره به شیشه میگه دیسلایک شیشه دوه رو قفل میکنه بچه ها به امروز با من بازی کنید لطفاً دو شیش میام بالا کس دیگه ای نمیاد بالا هفتم مشکوکه از نظر من هفتم مشکوکه ولی امروز کاری نداریم فقط امروز دو و شیش قطعی توی اینا مافیا هست امروز قطعا همین دوتا اگر میشه رسول بهم چالش بک بده دوباره صحبت میکنم یا کاپیتان چالش شماره یک صحبت کن ببین شماره دو مگه نمیگی یک نو یک. شماره نو مگه بعد از من بعد از آیانوش یه اختار میگیرید بالاخره قبل شما بعد شما اون دیگه شروع کرده حرف زدن شما نباید رو مایکش بیاید حمید صحبت کن شما رو دو مگه شما نو رو مافیا نداری نو هم شما رو مافیا داره بعد بلند میشه تو ترنش میگه که ترن چارش میگه که شماره هشت هم بین مریض مافیاست بعد لایک نشون میدی شماره 6 شما هم تارگت های روز قبل 4 و 5 بود بعد یوهی چی شد تو شب چه اتفاق افتاد 8 و 10 شد اصلا هیچ توضیحی هم در موردشون نمیدی من نمیدونم قطعا بین 2 و 6 نو یه سایدی هست یه خبرهایی هست چشم اول عذرخواهی میکنم بابت اون آقای شماره 1 شما از بین 4 و 5 مگه مافیا داری مگه اینا امروز صحبت کرده یعنی من با اینا چشم باز کردم به اینا تارگت نزدم دیگه این نظرت اینه یعنی با اینا شرط کشم کنید یه لحظه بایست آیا انوش آیا ادیسون دوباره افتاد از روم بیرون من تایم شما رو برمیگردونم بچه بیشتر از این نمیتونم بازی رو فریز نگه دارم ادامه میدیم انوش ادامه صحبتت از اول صحبت کنم ادامه شو برو من 30 ثانیه برد گرفت ادامه شو برو شما باید اولا 4 و 5 و مافیا داشته باشی که من چشم باز کردم این روز بهشون تارگت نزدم دو با من اینا هر روز صحبت نکردم من چالش گرفتم راجع به بعدم صحبت کردم این اول راجع به شما بعدش هم آقای شما چاگه نفری منو قفل کرده شما میگه بین دو و شیش مافیا در میاد شما چرا با آقای رسول من آقای رسول رو پله نمیخوام نمیخوام جلوی سفرم قرار بدم ولی شما باید اول تارگت شما این نو باشه اما نیست آقای شماره 8 شماره 4 شما حتما باید با آقای رسول یه تارگتی بزنید ولی نمیزنید چرا مرسی یه رایم به شما 4 و 8 حتما میدم به اضافه شماره 1 حواسم متشکرم خانم نرگس بفرمایید چالش به شماره 4 میدم بعد از من صحبت کنه تو چرا این کار میکنید ببین نگاه کن آرمین تو بعد از یعنی رومایی که در واقع شماره 13 خب چالش رو تو میدی به من صحبت میکنم بعد در مورد چالش من صحبت میکنی بعدش بلا فاصله به من تارگت میزنی بعد تارگت های خودم رو تارگت میکنی حالا نمیشه دیگه یا برایند بازی باید با من باشه به من بگی شهروند یا به من تارگت بزنی دیگه اینایی که من دارم میزنم کار نداشته باشی دیگه نمیشه که ببین کیان سم وارد بازی نکن من که همون اول به تارگت تو تارگت زدم مقابل تو هم که نایستادم شهروندای تو هم که من و مافیا ندارن چرا علیکی سم وارد بازی میکنی من شهرم این شهری همه به تو گفتن شهر پس کاری به من نداشته باش من تو این جنگا یعنی این دور رفت اشکال نداره تایم دونم تموم شد بازی ادامه پیدا میکنه میشه خیلی نگهش میشه برو شما رو چهار آرمین برو شهروند بازی گوش کنه من یه بار دیگه فکت رو بیارم چرا بین دو و شیش مافیاست یه شماره دوی ترن معارفه به من تارگت زده اکتی حالا هر چی بوده به هر دلیلی شماره شیش ذهنش با شماره دو یکی بوده تارگتش بوده چهار و پنج یعنی خلاف جهت دو
امروز دوه با من کار نداره، خود دوه رفته به جنگ شیش، شیش میگه نه دوه قبله. پس قطعی بین محمد رضا چاله شماره دو صحبت کنه، ادیسون صحبت کن. آی شماره چهار، دیروز من بهت گفتم مافیا، خودت دو جای دیگه زدی، امروز فکت خودت رو داری واسه من میاری. به تو چه ربطی داره من به کیتاریت بزنم؟ ببین پنجه قطعی مافیاست، پنجه دیروز تو دیروز پنجه تو معارفه میگه بچه خیلی معلومه، هنون نصف دک حرف نزده، میگه خیلی معلومه، من قبول میکنم همه تبعاتش. چو پنجه که شوه، مرسی. پنج شوه آقا، ساید من با پنج در میاد، بعدش حالا میره. آقا دو اگه شهرونده قسمت شهر نیست این بازی رو ببریم، ما که دو بلند شده میگه نوه شوه تو این بازی، شیشم که مافیا اصلا نمیتونسته به شیشه بگه مافیا، چون چهار و پنج مافیا شو تو روز معرفه دوه به مافیا پنجش لایک میده، شیشه داشت میگه پنج مافیا بازی، یهو شیشه رو خرق کرد. الان چه اتفاقی افتاد؟ شیش و نوه دیگه کار نداری، پنج رو خرق کردی. خود نوه و ده مثلا گفتن پنج تو این بازی قفله، چهارم که داری باش دیالوگ میکنی هم گفته پنج تو این بازی شهربنده، میگی سایدت با پنج فدا سرم. تو که امروز میری آقا شماره نوه فکت شهربنده شیشو بلند میشی میگی، وگرنه که تو رو ممنوع میکنم بیرون، میگی چرا بنده رو به سه تارگت میزنم که بین دو و نه داره، تو خودت مگه دو رو مافیا نداری؟ خب منم فرصت فشارم گوشه برم شماره دو، چه خورده بود از من گرفتی؟ به نظر من یه سادم بین سه و هفت هفتم بلند شده فقط میگه شماره سه چرا مافیا، سم که فقط میگه شماره هفت تو بازی مافیا، هیچ کاری هم مثلا به این جنگ خاص نداره، سم فرصت فشار گوشه بود شماره نو نه بین مریض این مافیا سا پنج کیان بعد من صحبت کن. نگاه کن ادیسون دیروز پنجه رو گرفته بوده، میگفته فقط پنج، پنج رو گرفتم، امروز میگه نه شوه. من از دادش اصلا من فکتی نیاوردم واسه تو، گفتم ادیسون فکتاش آوردن، در مورد یکی دیگه صحبت کردم. محمد رضا من شیشه رو شهروند دارم، فکت شهروندیشه، چالش گرفته یه جا دیگه میزنه، من قفلش میکنم چالش رو میده به شماره یک که مثلا تارگت منه، به من نمیده چالش رو. نه همه فکت شهروندیه، شیشه شهرونده، هر کی خواست به شیش رای بده به من رای میده. هشت محمد رضا میگه به آقا دو ادیسون که قطعیه، امروز میره بیرون، الان میگه پنجگی ها مافیاست، دو که قطعیه، فردا بازپرسی میتونیم من و محمد رضا رو بیاریم بالا، هر کی هم به شیش خواست رای بده امروز به من رای میده. انوشه سه چهار تا فکت شهروندی لایه دو داره، با چالشاش، با حرفاش، با چینایی که بچه یه لحظه گوش کنید، من چالش بودم دستتون بیارید پایین، یه لحظه گوش کنید، هم نزنید هم نزنید، اگر مافیا دارید فعلا کاری نداشته باشید. امروز امروز یک نفر میاد بالا دو میره بیرون، فکتم خیلی درسته، یه دویی شماره نه گفته قطعا مافیاست، یکی اومده گفته بین این دوتا ساید هست، نه هم لایک داده، بعد جفتشون به هشته زدن، قطعی توی این مثلث باید مافیا باشه دیگه. دو امروز کاپتان بهنام چالش ماهی که یک قبل از من صحبت کنید. ببین دوستان الان یار دوه، شما یار دو رو کی میچینین؟ یار دو کی میتونه باشه؟ خب شیشه که میتونه شهروند باشه، خدا رو درست میگه شماره نو هم، حالا درست میگه تارگت خودم هم هست. چرا؟ چون روز معارفه گفته چار و پنج، فردا سر دست گفته هشت و ده، یعنی با دو نفر شهروند دیگه هم نمیاد خودشو درگیر کنه، شیشه نمیتونه باشه. دوه چینش کی میشه؟ خب یکی رو بهم بگی من بفهم. من شک دارم، من امروز نمیتونم به دوام رای بدم. پنج مایک کی بازه؟ کاپتان صحبت کن. آقای مایک شما الان خود مشکوکی، دنبال چیز میگردی، دنبال چین میگردی؟ نمیدونم صدای من هست یا نیست. الان هست صدا من، چون فریز کردم همتون تصویر برام صدام هست، بعد میگم. آقای ادیسون فکتی که شما برای شماره 9 آوردی، گفتی بلند شده که شبان کرد، دقیقاً رو من نمیشست. من مایک پنجی که تو الان قطعی مافیاش داری، من اینو بلند شدم شرفن کردم با فکت، چرا به من نزدی ادیسون؟ این شما رو خیلی مشکوک میکنه. آقای رسول من نمیفهمم چرا شیش قفل میکنه، شیش دور قفل کرده تارگت اصلیو. بچه ها اینجای بازی که به نظر من یه شهروند داره، اونم مایک پنجه، هیچ کی بهش نگفته مافیا، غیر از ادیسون دو سه نفری هم که بهش تارگت زدن باش دیالوگ کردن، انوش دیروز بهش دیالوگ کرده، خانم نرگس هم داره باش که دیالوگ میکنه، میگه کیا منو بگوش یه ماوی. متشکرم، مطمئن بشم میوت شد. خیلی
صحبت ها رو شنیدیم، میریم برای رای گیری. 10 نفر تو بازی هستید، 4 رای دفاع، 4 رای خروج. رای گیری از سمت شماره 1 به سمت شماره 10 انجام میشه. اگر کسی فکر میکنه نتش مشکل داره، الان به عنوان بکاپ رایاش رو برای من تو پیوی بفرسته، اگر نه من اگر تأخیری ببینم نمیشمارم. خیلی، یا رای تستی هم میگیریم. حالا رای گیری تستی برای راوی بازی، 1 2 3 فریز. نه، به نظر که خوب، تا نت خوبه بریم سراغ رای گیری. رای گیری برای شماره 1 حمید، 1 2 3 فریز، بینگو. شماره 2 ادیسون، 1 2 3 فریز، دستتون بالا باشه. 3 تا 7 رای. 3 آرمین، 1 2 3 فریز، بینگو. 4 آرمین، 1 2 3 فریز، بینگو. 5 کیان، 1 2 3 فریز، 1 رای. 6 انوش، 1 2 3 فریز، 1 رای. 7 نرگس، 1 2 3 فریز، بینگو. 8 محمد رضا، 1 2 3 فریز، 1 رای. 9 رسول، 1 2 3 فریز، 1 رای. 10 بهنام، 1 2 3 فریز، بینگو. آیا ادیسون تک دفاع، 1 نفر تارگت، 1 نفر کاور. شماره 5 تارگت بزنه، شماره 7 کاور کن. اول تارگت صحبت کنه. اوکی بچه، امروز که دوه میره، یعنی بدون شک من دارم سایدو باز میکنم براتون، چرا چین نداره؟ به خاطر اینکه از هم از رای گیری میتونید بفهمید از تارگت. اول بازی اومد شیک شد قبل از اینکه من بخوام صحبت بکنم، یه لحظه رفت رو 9، یه لحظه رفت رو 4، موقعی که من زدم دیگه نتونستم بزنن، یعنی دیگه نتونستم به دو نزنن در واقع مافیاها. امروز هم دارم میدنش بیرون چون نمیتونن نگهش دارن. امروز رای میدید هر کی که بهش گفتم شهر و موظفه با من دستشو بیاره بالا. کاور بره؟ به نظر من ادیسون میتونه شهروند باشه. بچه تو روز اول فقط اون اومده بالا، هیچ سعی نشده نفر بعدی بیاد بالا. بعد اینکه یه فکت شهروندی که به نظرم میتونه داشته باشه اینه که خیلی سایدشو چرخون، یعنی یه دفعه به 6 زد، 6 رو قفل کرد، دوباره به یکی دیگه زد، اونو قفل کرد، بعد با 5 ساید گرفت، با 9 ساید گرفت. به نظر من این میتونه فکتش، یک مافیا نمیتونه اینقدر راحت سایدشو عوض کنه، اونو قفل کنه، بهش بزنه. به نظر من امروز میتونیم بهش فرصت بدیم، فردا میاریمش تو بازپرسی. متشکرم. بچه ها اکت قفله، آیا دیسون بفرمایید دفاع. ببین توی تورنمنت شما یار بفروشی امتیاز که نداره. پنجه میگه دارم میدنش بیرون، من یارام دارم میدم بیرون که کی سفیدشه؟ سلطان خود تو لعنتی، تو یار منی، اگر من مافیا باشم تو داری من میدی بیرون که سفیدشی. یعنی فکتی که داری میاری فقط تو مافیا میشی، فقط تو منو داری میدی بیرون. میگه دارم میدنش بیرون ادیسون رو. کیا؟ یارا مخان هست شن؟ ببین پنج قطعی مافیاست، معارفه نصف دک هنو حرف نزدم. میگه خیلی واضحه بچه ها این بازی، من خیلی فالبینی داداش، پنجه که شوه. خب پنجه خیلی شوه، نمیدونم یه که میخواست امتیاز شهروندی منو بگیره چون دید دارم میرم. متشکرم. دفاعیه رو شنیدیم. رای گیری مجدد برای شماره 2 ادیسون، 1 2 3 فریز، 2 رای. 2 رای بعدی تأخیری بود. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. بچه ها اول شیاد و محقق به من پیام میدن. شیاد قبل از اینی که به من پیام بده نمیره تو گروه شروع کنه چت کردن، و اگر من ببینم اخطار اول، اخطار دوم کیک میشه. اول محقق و شیاد تو پی وی من. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آخولانه ها، از ما گفتم بود.
سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. گروه مافیا دیگه چت نباشه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. در شب گذشته خدافزی کردیم با یک نفر. کاپتان تصویر بده. آقای حمید لطفاً تصویرتون رو ببندید. شما تا پایان بازی رو تماشا بکنید. یکی از داورها در پایان روز میاد پیویتون، تی یک ویس ازتون برایندتون رو میگیره. طبق استاندارد بازی درخواست اعلام وضعیت، رای نمیاره. بازپرسی داریم بین دو سیت 8 و 2. اول شماره 8 صحبت میکنه. خوب آقا، ساید خوب اومده. امروز دو رو میکنید راحت بیرون. یه 4, 5, 8, 10 رای داده. به ما 4 تا که کسی هیچ تارگتی نزده. یه فقط آقای رسول به من تارگت زده. آقای رسول یه شماره 2 بلند شده تو رو غیر منطقی گردن گرفته سر صحبت. بعد تو 5 شهروندت هم پشت گردن گرفته ساید گرفته باش. هیچ کسی که با این 5 کار نداشته که تو داری لایک میدی به مافیا 2 بهش رای نمیدی. اگرم رای ندی بعد از کسایی به اتهام بزنی که گفتم مثلا ساید بوده بین 2 و 9 تو این بازی. 9 که سیف مافیا بازی امروز میکشید زیر شماره 2. آیا شماره 2 پنجره که کل دک دارم میگن شهروند، اون یکرم که باش گفتی خواستم تا شهروند بگیرم که شهروند بوده. مرسی. ادیسون صحبت کن. داداش شو نکن یکرا شات کردی بریزی رو من. اینو که دیگه نباید بگیشه. اینو باید شهرونده باش برسن. شات زدی الان هم داری میگی یکه فلان. نه تو که شویی. تو خیلی شویی. او به من کسی رأی نمیده. من اگه شهروند می‌خواست بده بیرون دیروز رأی میده. خب 8 رو میدید بیرون، 8 قطعی مافیاست. الان داره شات شب سناریو تعریف میکنه. 5 رو من نمیام پایین. تو چی کار داری؟ 5 آقا 5 شهروندم باشه به درد نمیخوره. معارفه نصف دکن و حرف نزدن میگه خیلی بچه ها راحت بازی. روز یک میگه خیلی راحت بازی. چی میگه؟ مرسی مامارزا. آقا یه 58ش مافیایی گفتن چیکار کنیم؟ بریم یه دو شهروندی رو پوش کنیم جفتی با هم دیگه بریم بالا درخت. بزن کار بکنیم دیگه. ما منو 5 شو کردی. بیا تو برو بیرون دو تامونو وصیت کن دیگه. دو تا رأی فرشته شدی روز بازی منو 5 بین جفتمون مافیای بازی. آقا یه 3 و 6 و 7 و 9 مشکوکای روز یک بودن. کسی که به 4 و 5 و 8 و 10 که کار نداشته. ماها رأی دادیم دو تا که تأخیری بوده. رأی دادیم به شماره 2 بازی. خیلی ساده دارم صحبت می‌کنم. بازپرسی ادامه خواهد داشت. شماره 2 رو میکنید بیرون که با من که کار نداشته. الان امروز تو واسه میگه من شو شدم به 3 نفر گفته شو برو بیرون داداش. مرسی ادی برو. ببین منو که شهرمن می‌خواست بده بیرون دیروز میداد بیرون. خب 5 شو کردین، خب باختین سلطان. خب 5 رنگ نمیگی شو کردین، باختین. این که من در مورد بقیه، ببین تو این دک الان مافیا راحت میتونست دیروز منو بده بیرون، یه شهروند کمتر راحتتر بازی کنه. خب ولی نداده بیرون، پس من تو و 5 رو میذارم مافیا، با بقیه هیچ کاری ندارم. اول تو باید بری بیرون. تو میری بیرون پشت سرت 5 هم میاد. متشکرم. بچه تصاویر رو ببندید. بازپرس اگر تو بازی هست و میخواد ملغا بکنه بیاد پیوی من، اگر میخواد ادامه بده باز تو پیوی من اعلام بکنه. بهنام تصویر بسته، البته فکر کنم فریزی بستی، تکون نمیخوری. دوستان روز میشه. به اکت بازپرس رای گیری اجباری دستتون رو بالا نگه دارید. شماره 2 و شماره 8 رای هاتون رو بشمرید. کاپتان به کی رای میدی؟ کیان تصویر بده. یه دقیقه وایسا. کیان تصویر بده. کیان تصویر.
کیان تصویر، کاپتان رایت 2-1 رای بشموره دیسو، رسول 2-2 رای، نرگس 2-3 رای، انوش 2-4 رای، کیان 2-5 رای، آرمین 2-6 رای، آرمین شماره 3 2-7 رای. وصیت. خب ببین، من الان میرم بیرون میخونه شهرمند 6 جایی که میتونست فرمون رو به چرخونه روی 8 نتونست. رسول مافیایی، نوش جونت داداش، هیچ مشکلی نیست، تو که من میدونم مافیایی، خب نوش جونت اب نداره. 8 رو بعد از من میدید بیرون. 8 رو ببین، اصلا یه چیز جالب بهتون بگم، ببین مافیا سیف نشسته خب، ولی من مافیای قطعیم 8 هم نیست، 5ه. بعد من فقط 5 رو میدید بیرون، یعنی میخونه شهرون هم، من با 8 هم کاری ندارم، 5 رو میدید بیرون آقا، بعد من 5 رو بدید. متشکرم، لطفا تصویرتون رو ببندید. ساید مافیا نبود، شهروند بود. یک دور صحبت میکنیم از شماره 10 به سمت شماره 3. شادش مایی که 5 بعد از من صحبت ما. آقا من میگم باید به بازپرس احسان، من هر بازی دیدم که بازپرسی دو ساید اومدن بالایی، چرا دیستایک میدی استاد؟ من هر بازی دیدم که یکی رفته شربند، اون یکی رو باید میدادم بیرون شربند دوتا بازی. این از شما ماکش. آقای انوش دیروز با ادیسون رو قفل کردی تو دستوری داداش، جایی که میتونستی رای رو عوض کنی چجوری که رای کشیدی زیر ادیسون؟ تو مگه قفلش نکرده بودی؟ آقا انوش چتا از 8 هم به نظر من واجب تره، طرف رو قفل کرده رای 2 کشیده، قفلش کرده بودی تو، چجوری بهش رای دادی؟ اوکی یه لحظه من گوش کنید، قطعی تو کسایی که رای دادن مافیا نیست. چرا؟ چون دیروز میتونستن مافیا یه دو حداقل یکیشون میتونست دست بیاره بالا بره بیرون، چجوری امروز کل دک بهش رای دادند؟ کسی که اشتباه نمیکنه مافیاه، شهروند همیشه اشتباه میکنه، امکان نداشت من کل شهر رو شهروند بکنم دیروز ندنش بیرون. مافیا ترسوان، ترسیدن مافیاها، قطعی بین کسایی که رای ندادن دیروز مرسی. امروز بهش رای دادن. چالش میدم به شماره 6، تو الان موزت باید بیا پایین، یه شهروند رو دادی بیرون دیروز میخواستی بری بیرون، داد نزن، مایکت باز شد، معذرت میخوای از شهر دست میاری به رای میدی، اونا رعای شهروندی بوده، اونایی که رای ندادن به شهرونده مافیای ترسو بودن، من مافیا بودم که جلش میدادم، روز یک به من زده بود رای میکشتم زیرش میدادمش بیرون. کاپیتان شوملق رو نگاه کن، رای 2 کشیده زیرش با 8 محمد رضا، بازپرسی 8 اومده با 2 فکر میکنه به کی رای بدم، به 8 که با من رای 2 داده به مافیام یا به خود 2. این که ملقه تو دک، وسط دک داره ملق میزنه کاپیتان ده. 8 محمد رضا میتونه مافیا باشه، دیروز میخواست بیل بزنه مافیا پیدا کنه. 6 شهروند دارم، خودم هم شهروندم، محمد رضا مافیاست، کاپیتان 10 هم مافیاست. کیان موزت رو نبر اینجوری واسه من بالا، رای دادی زیر شهرونده رفته بیرون. یه دو روز بازی سر یه شهروند پارو زدیم، شهروند رو انداختیم بالا، تازه طلبکاریم هم که چرا با چیز آقای بهنام. ببینید دوستان، آقای بهنام مافیاست، بین 58 یه مافیاست، قطعا بین 4 و 10 یه مافیا، 58 یه مافیا، 3 و 7 هم یه مافیا. آقا رسول شهروند مافیا نوش جونه، دستم به دست تو بنده، من تو بازی نگه داشته شهروندی، اینا طلب کاره، موضع بالا رو اینا دارن. 5 صحبت کن. تو چرا رای دادی شماره 6؟ تو چرا رای دادی؟ اگه شاکی تو دیروز داشتی دفاع میکردی، تو چرا رای دادی؟ تو باید امروز شاکی میشدی میگفتی 8 مافیاست، اگه مافیات 8 بود چرا امروز رای دادی به 2؟ مگه 2 واسه شهروند نبود دیروز داشتی قفلش میکردی تو بازی؟ مگه شماها ندیدین این رو که داشت قفل میکرده توی بازی؟
رسول شهروندی، یک فرصت فقط بهت میدم که شیشه رو امروز بدی. شیشه نمیتونست رای بده به دو، امکان نداشت رای بده به دو. آه رسول، من که واقعا بازی تو رو متوجه نمیشم، واقعا متوجه نمیشم. یه شماره شیشی دوه رو قفل کرده تو این بازی، اومده تو بازپرسی رای داده. بعد شماره هفت، تو که کاور خیلی عجیب گرفتی، بعدم تا به گفتی دوه ناراحتی گرفتی. بعد مثلا تو از کجا فهمیدی که مثلا طرف شهرونده قبل از اینکه از سادشو بخونه؟ همه ما داشتیم خوشحالی میکنیم که مافیا دادیم بیرون، تو از قبل رفته بودی که ناراحتی، ای بابا شهروند رفته هفته تو این بازی قطعی مافیای بازیه. آی رسول، من واقعا نمیفهمم تو چرا شیشه رو داری تو این بازی شهروند میکنی. از نظر خودم پنج و چهار قطعی ستامون شهروندی، یعنی دیروز مافیای بازی با ما رأی نداده شهرونده رو بکنه بیرون. خیلی ساده دارم صحبت میکنم. چالش به شماره 3 میدم بعد از من صحبت کنه. شما چی میگی محمد رضا؟ من مافیا نشستم، تو داری شهروند مثلا میدی بیرون، یا این کاورشو میگیرم نگه دار بذار با بازپرسی بره تو روز من سایتش مشخص بشه، من این وسط شو برو بابا. خب بچه ها، مگه میشه شما دو نفر، حتی 5 و 8 گفتم قطعی بره بیرون، دو نفر با تاخیر رای دادن؟ شما باید ذهنتون به چرخ شک کنید به اینا که رای دادن. مگه میشه الان به اینا که رای ندادن شک کنید؟ مگه میشه؟ بس شما امروز میشینید یه گوشه موزت و موزه ضعفه. کیان میشه داد بیداد نکنی اگر شهری شهر و شان وارد شانتاج نکنی؟ اگر شهری باید از رای دهنده‌های دیروز بره بیرون. من اینم که تو بازپرسی اومده، ببین محمد رضا مشغول بودی که تو رو تو بازپرسی اومده. امروز محمد رضا میره بیرون. آرمین آروم بگیر محمد رضا بره. تو که نمیتونی الان تعیین کنی، دیروز گردن گرفتی دورو برادر من. برو بیرون بابا شماله. یه شماره 5 روز اول بازی بلند شده گفته من میخوام شهر رو دستم بگیرم، مسئولیتش هم قبول میکنم. الان یه شهر رو داده بیرون، الان میگه نه من اشتباه نکردم، یکی دیگر رو بنویسم. اصلا این اشتباه محضه. آقای شماره 8 دروغ وارد بازی میکنه، میگه دیروز همه 3 رو مشکوک داشتن. کی غیر خود 3 رو مشکوک داشت؟ هیچکی مشکوک نداشت. خودت اومدی تو بازی، الان باید از بازی بری بیرون. هیچ راهی نداره، شماره 8 بیرونه، غیر از آقای شماره 8 هیچی بیرون نمیره. آقای رسول بعد از من صحبت. آقای شماره 3، شما وقتی میگه شماره 8 مافیاست، یه شماره 4 با قدرت دیسلایک میده، باید یه تارگیت هم مثال شماره 4 بکنی برادر من. دوستان بین شما شهروندم هست، شما 2 روز بازی رو شهروند پارو زدی. آقا گوش کنی، شما بین خودتون مافیا نداری؟ حتما تو ساید ما مافیا هست، تو ساید شما مافیا، همه تون نشستیم، ما مافیا نشستیم، شما شهروان بدیم بیرون. من نمیشه اینجا آقا بینام که قطعیه، اصلا بینام شک نکن، بینام قطعیه، قطعی به یقین. یکی از یاداش هم حتما سیف میکنه. من بازم آقای شماره 8 بین تو 5 پنجره مافیا دارم، برگرد به بازی، خواهش میکنم. من شهروندم، این 5 ده مافیا نا 4 5 10 دو تا مافیا قطعیه. آقا فکت ولید، از این فکت ولیدتر یه نفری با یه نفر دیگه رأی داده به یه نفر نرفته بیرون، 4 رأی شده. امروز داشت فکر میکرد به اونی من شمارهشو بگم که با من رأی داده، یا به اونی رأی بدم، به اونی شمارهشو بگم که باهاش دستم اومده بالا. این ده کاپیتان مافیاست. امروز میگه شیش انوش بره بیرون، انوشه نه به دو رأی داده، اصلا قفلش کرده. تو با چه فکتی میتونی انوشو بدی بیرون؟ انوش تو رو میکنه بیرون. کاپیتان مافیاست، دیروز هم آخر دست اینجوری کرد. کیانم همه میگیم شهروند، کیانم میگه انوش بره بیرون. آجی کیانم میتونه مافیا باشه. سه آرمین میتونه شهر، سه آرمین رو من خیلی شهروند دارم. محمد رضا متشکرم. چالش رو میدم به شماره 10 بعد من صحبت کنه. یه لحظه گوش کنید، من معذرت خواهی میکنم ایداد زدم، یه لحظه گوش کنید کامل صحبتم با مجبورم امروز دیالوگ کنم با، یعنی نمیتونم مشکوک بگم، با رسول و شماره 7. شماره 6 داره یه چینی میگه 4 5 10. ما سه تا مگه رأی ندادیم دیروز؟ امکان داره از نظر شما سه تا مافیا روز 1 رأی بدن و شهروند اشتباه نکنه؟ بعد امکان داره ما فورس رو بذاریم، بعد یه نفری که دیروز گفته آقا این شهرونده نره، امروز رأیش واسه کسی باشه که شهروند خونده دیروز؟
خیلی دارم منطقی صحبت میکنم بچه ها، امکان نداره کسی که کسایی که رأی دادن توشون مافیا باشه. چین انوش سه نفره کسایی هن که رأی دو دادن، مگه میشه شهروند دستشون نیاره مثلا نیاره بالا؟ آقای شماره 9، من فکر کنم شما مافیا زدید زیر بغلت. من الان بچه ها شماره 9 دیگه نمیتونم بهش بگم مافیا. میدین چرا؟ چون داره از 6 کاور میکنه که مشکوک ترین آدم بازیه. یه مافیا نمیتونه اینطوری بازی کنه. اینو میداد بیرون میه. اگه شهر 6 قطعی مافیا ساداش، تو منو 8 تا چجوری چند کردی رسول؟ تو ببین این یه شهروندی که داره تبر میزنه. استاد من اول صحبت داشتم گفتم 8 بره. تو میگی 10 بره 8 لایک میده. می هم یه هشت بره من لایک میدم. تو اصلا چه اینجا نمیخوره بچه ها؟ شیش چالش میدم مایک هشت بعد از من صحبت کنه. امروز نمیذارم هشتو بدید بیرون نه دهو بدید بیرون. خانم نرگس مگه تو دیروز کاور شماره دو رو نگرفتی گفتی میتونه شهروند بازی باشه؟ خب باید از کسایی که داشتن شهروندتو پوش میکردن مافیا داشته باشی. یکی شماره 8 بوده دیگه. تو امروز چرا رأی بازپرسیتو دادی به شماره 2؟ دیروز بازی همه معتقد بودید بین 2 و 6 مافیاست، همه داشتید لایک میدادید. امروز 2 رفته بیرون کنده شهروند، هیچ کی به 6 تارگت نمیزنه. 9 رسول برای 6 شیشه مافیا شهرونده، برای 6 شیشه چینش نگاه کن میگه 4 5 10 مافیا، میگه 3 تا مافیا آلیم کردن روزی یک دونه شهروند رو بدن بیرون کوش بخونن خودشون ستایی با هم دیگه برن لادن. شیش که قطعی مافیاست. امروز نه هشت. متشکرم. ببین یه شیش و دهی جفتشون دارن تارگت میخونن، به رسول دارن توضیح میدن، پس من رسول رو نمیتونم بهش بگم مافیا. الان نوحه بلند شده گفته دهه رو میخوام بکنم بیرون، دهه داره بهش میگه که تو مثلا تباهی داری، شیش مافیا رو داری کاور میکنی. یه ساعت بین 6 و 10 من با دست رسول امروز بازی میکنم. یه همه گفتید سایدی بین 2 و 9 بوده نداده دیگه. آقا منطقیش اینه، منطقیش اینه. امروز من با دست رسول بازی میکنم. چالش 9 بره بعد. آقا گوش بدی من نمیدونم چرا شما اصلا الان داری چین میچینی. الان اصلا امروز چین چیدن نیست. چه چینی بخواییم بچینین الان؟ میتونن به مافیا دو سایده کرده باشن. بل کنین اون چین چیدن رو. شماره 8 بلند شده گردن گرفته، شماره 5 بلند شده گردن گرفته. منی که اصلا هیچ جا توی بازی نبودم منو مشکوک داشته. بازپورس آوردش بالا به اعتنال بازپورس. امروز شماره 8 باید بره بالا، تک دفاع تک میره بیرون. آقا نگاه کن یه فکتی هست، محمد رضا اگه مافیا باشه دو تا یار داره دیگه. خب میدونن ادیسون اون روز میره بیرون، یه دونه هشت رو نشون میدن که ادیسون رفت خون شهر. و مثلا نرگس اگه مافیا باشه یه دونه هشت نشون میداد دیروز شهروندی چیزشو خریده دیگه. این فکت شهروندی نرگسه که دو رو امروز نشون داده. میتونست بگه هشت شهر بره بیرون، بگه من گفتم دیروز که محمد رضا با این فکت میتونه شهروند باشه. کاپیتان ده به من میگه شهر تبر. داداش مگه میشه منو شهر تبر داشت؟ متشکرم. صحبت ها رو شنیدیم، میریم برای رأی گیری. 8 نفر تو بازی هستید، 4 رأی دفاع 4 رأی خروج. رأی گیری میکنم برای شماره 10 کاپتان، 1 2 3 فریز 4 رأی. شماره 9 رسول، 1 2 3 فریز بینگو. شماره 8 محمد رضا، 1 2 3 فریز 3 رأی. شماره 7 نرگس، 1 2 3 فریز بینگو. شماره 6 انوش، 1 2 3 فریز 4 رای. شماره 5 کیان، 1 2 3 فریز 1 رای. شماره 4 آرمین، 1 2 3 فریز 2 رای. شماره 3 آرمین، 1 2 3 فریز بینگو. دو دوست از خودشون دفاع میکنن، شماره 10 بهنام و شماره 6 انوش. یک نفر درباره بهنام. خانم اف نرگس. یک نفر درباره انوش. شماره 9 رسول. اول نرگس، بعد رسول، بعدم دو دوست.
ببین رسول، به نظر من بهنام شهرونده. بهنام اتفاقا بین این کسایی که یعنی میخواستن رای بدن، بدون که اینه هنوز قبل از اینکه رای گیری هستن شروع بشه، بلا فاصله دو رو نشون داد. خب به نظر من بین اونایی که رای دادن، اتفاقا من بهنام و شهروند دارم. میتونه الانم مثلا زود تا تو گفتیم همشون بهشون رای دادن، بعد یعنی همه اینایی که رای دادن خب یعنی هیچ کس از بین خودشون نداشتن، تو که گفتی بهنام، همشون موافق شدن که به بهنام بزنن. من بهنام به نظر خب هم انوشه چیکار کرده تو بازی؟ رای کشیده زیر شهرونده. دیروز انوشه رو داشتن باز تارگت میکردن کنار این شهرونده. یعنی انوشه از کاپیتان خورده به کیانی که من شهرش داشتم، میگفت شهروند، میگفت انوشو چرا شهر کردی؟ من شهروند گفتم هر کی انوشو مافیا داره به من رای بده. من بینگو بودم. خب یاراش کجا بودن به من یه دونه رای بدن؟ من بیام تو ساید منی که شهرش کاور کردم. از این ولیدتر فکر به نظرم تو 8 نفر رای ندیم، ولی کاپیتان به نظرم شوه. انوش که اصلا رای نمیدین، حالا شهرم باشه دیگه. مرسی بچه ها. اکت قفله، اول کاپتان بعد انوش. بچه ها به من که به هیچ عنوان شهر بازی رای نمیده، قطعی شهرم. آقای رسول یه چین برای من میچینی؟ من به پنجه گفتم شو شهروند قفله، به من رای داده، من با رای اون اومدم تو دفاع. با تو که یار نمیتونم باشم، با هشت نمیتونم یار باشم. همون اول دست گفتم هشت باید بره بیرون. با خانم هفتی که الان چیزم گرفته که نمیتونم یار باشم. با انوش که نمیتونم یار باشم. یار من کیه؟ سه؟ میشینه اصلا همچین چیزی؟ قطعی من شهروند. آقای رسول باید دیالوگ کنم استاد. تو من میگم داری تبدیل چرا؟ چون داری انوشو کابر میکنی. مگه میشه انوشو کابر کرد؟ طرف قفل کرده یه نفر رو. گوش کن، ترن معارفه قفل کرده تو بازپرسی، یارو اومده رای کشیده زیرش، جایی رای کشیده که میتونه سعی بده اون یکی جریان رو عوض کنه. متشکرم. انوش قفل کرده رای داده. انوش صحبت کن. آقا بقول اهم حسین نمایان، من میتونم با کی شهر یار باشم؟ آقای شماره هشت، مگه شما نگفتی هرچی رسول بگه؟ چرا من دست اومی آوردم بالا الان با من تو دفاعی بودی؟ آقای شماره هشت، آقا اگه شهروردین برگردین، من جرم مرتکب نشدم، اصلا گناه من چیه؟ گناه من چی؟ آقا شما شهروند انداختین بیرون، بین خودتون مافیا ندارین. مگه میشه؟ آقا خنده داره، من این بازی رو بلد نیستم، ولی مگه میشه مافیا کنار بشینه؟ شما شهروند بدین، چهار نفر رای دادیم، دو نفرتون تأخیری دارید. آقا بین خودتون مافیا هست، شاید من یکی اشتباهی شهروند رو تارگت کرده باشم. من شهروندم، رای ندید، هی که شهروند میشه برگردون این شهر. متشکرم. صحبت ها رو شنیدیم. شما دو دوست به هم حق رای دادن ندارید. رای گیری مجدد برای شماره 10 بهنام. 1 2 3 فریز بینگو. شماره 6 انوش. 1 2 3 فریز یک رای. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب بره. تصاویرتون رو ببندید. محقق شیاد اگر تو بازی هستند اول اکتشون رو به من اعلام میکنه. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آخولانه ها؟ از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. در شب گذشته خدافظی کردیم با یک نفر. شماره 9 رسول، لطفاً تصویرتون رو ببندید بدون هیچ اکتی. متشکرم. آقا نبی یک لحظه بودی. درخواست اعلام وضعیت دارید؟ رأی نمیاره. یک دور صحبت میکنیم. از شماره 6 انوش سر صحبت، شماره 5 کیان انتهای صحبت.
قبل از من صحبت. ببین 4-7-10 از نظر من الان مافیای بازی هم. شماره 6 بازی 4 نفری که رای دادیم به شماره 2، هر 4 تایی دیروز رای دادیم به شماره 6. آره داداش الان مثلا من نوحه رو شاد کردم داشته رو توی شهرون پارو میزده که الان بمونم چیکار کنم؟ 6 قطعی شهرون، 5 قطعی شهرون، شماره 3 من شهرون ند بی خودی رو من پارو نزن. اگه شهروندی تو تو روزه یکی بازی داشتی با 7 سایت میگرفتی، معتقد بودم بین شما دوتا میتونی یه مافیا باشه. از نظر من 7 مافیاست، 10 سیفه. آقا امروز چین نمیشینیم، ممکن خب مطمئنا تو طرف ما مافیا حتما اومده دو سایبی شده 100% دو سایبی شده. آقا از این که دیگه من شهروندم و دیگه همه تون قبول داریم میده دیگه، بازم قبول نداریم من شهروندم. آقا این 14 نمایان رو بدیم. آقا شما مافیایی، آقا شهروند دادی بیرون چهار کیان اگه شهروندی که آقای رسولم تو رو مافیا نداشت. آقا ببر بازی رو، برگرد حداقل یکی از این شهر مثلا شهروندایی که مافیا دادن شهروند دادن بیرون رو بکن بیرون داداش. من شهروندم، برگردین شهروندا برگرد. آقا این ده اصلا واضح، چهار واضح. اگه قرار نبود فشتار بیاری روی هفت و ده، فشتار چی شد؟ متشکرم. چالشمو به کیان میدم، کیان صحبت کن. به از نظر من 6 هم شهرونده، 8 هم شهرونده. کی دیگه رای داد؟ ببین من 6 و 8 رو قطعی شهروند دارم. یک روز میشه با من بازی کنید؟ من یه مافیا قطع دارم، یک مافیا قطع دارم شماره 7، نمیتونه اینجوری سیف بشینه، باید تارگت بخوره. انوش من شهروند دارم، رسولو تو نمیتونی بری رسولو بزنی. خب مرسی. دهم نظر مافیا تو کیان خیلی واقعی کلن گفتی کل بازی رو ول کنید، من ساید میگیرم. مگه ساید نگرفتی؟ الان دیروز با ساید گرفتی، ما بهت کار نداشیم، الان وقیح شدی. ببین چهار تقصیر تو، هی بهت میگم الکی میری اونا رو شهروند میکنی. ببین شیش که قطعا شهرونده، نوه رسول که کلن میگفت من شهروندم، پس شیش شهرونده، من شهروندم، من چهار جز که رای دادن مافیا شهر داره. بهنام اگر شهری با ما رای میدی به کیان میره بیرون، اگر با ما شهری با ما رای میدی به کیان میره بیرون. دیروز الان تو باید بر... چون شماره 6 رو من چالش داد میدم به شماره 6، ببخشید کیان جان. خانم شماره 7 رسیدی به شهروندی 6، شیشه داره میگه فقط 10 بره بیرون، پنجه رو خلق میکنی. یه شد بعد شما که تو این بازی دوتا شهروند کاور کردی، خیلی خوب بازی کردی، چرا شات نمیشی تو این بازی؟ 7 که قطعی مافیه بازیه، 10 هم مافیه بازیه، شماره 4 هم مافیه بازیه. شماره 4 تو که دو روز داشتی میگفتیم 5 و 8 مثلا شهروند هم فلان هم بیسار هم، آیا شماره 3 به نظر من تو شهروند برگرد به بازی. امروز سیف شماره 10 تو این بازی مافیه بازی، سیف تو این بازی. حالا شماره 7 رسیدی به شهروندی 6 دیگه، بعد رای میدی به شماره 10، چرا 5 رو خلق کردی؟ 6 آها رای میدی با ما؟ رای میدی با ما؟ نه 5 هیچ جا نمیره، 5 همه بشه. خود 10 هم گفته به 5 شهروند، خود دهه به پنجه گفته شهروند، چجوری بخواد به پنجره بیاری بالا؟ خانم شماره 7 شویه شماره 4 دیروز تو روز وقاحت روز چیز به من رأی داده، به شهروند تو رأی داده، دو داده منو بندازه بیرون. تو میخوای کیانی که به من رأی، من به کیان میبازم، به من رأی نداده، به کیان میبازم، به کیان میبازم. آقای شماره 4 قرار نبود فشار بذاری رو حتی دست فشارت کو، برگردین روز یک به دو نفر میگم تا ته بازی فشار میذاره، فشارت کو. شوین شوین کاپتان چالش میدم به شو شهروندم خانم نرگس. بچه ها شماره 9 رو من ریج کرده باش دیالوگ کم، گفتم شهروند بازیه، شهروند بود بهش گفتم آقا داری تبر میزنی، امروزم که خونده شهرونده، پس حرف اونایی که من گیر تو برای چی به این تارگت میزنی، این شهروند بود دیگه، رأیشو برای من کشید، رأی نداد به من. چه جوری خانم نرگس منو کاور کرده، من که کارتام دیدم شهروندم، اگه مافیا بود هیچ وقت نمیومد یه شهروندی تو اون روز کاور کنه. خانم نرگس هم شهرونده، کیان
من بهت غلط کردم داداش، بهت گفتم شهروند تو مافیایی داداش، تو قطعی تو با رأی تو من اومدم دفاع. کیان مافیاست، نه هفته نرگس شو شهرونده، من از سه و چهارم شهروندی میگیرم یه مقدار. من خیلی چیز عجیب کرد. ببین انوش، تو شهروندی فقط چون رسول به تو گفته شهروند، ولی قرار نیست که مسیر بازی درست باشه، قرار نیست مسیر بازی درست باشه. آرمین به آرمین نزن، آرمین تو رو دمی وقتی که رسول شو شهرونده گفته رای ندید، این رای داده، این وقاحت به نظرم شهروندیشه. خب به بهنامو به خاطر این که من گفتم رای ندید، رای نداد دیگه. الان کیان فقط بابا با یه شهروند سایت گرفته، الان بابا من شهروند، من که میدونم شهروندم. محمد رضا چرا کیانو هزار شهروند داری؟ چرا کیانو هزار شهروند داری؟ من اصلا متوجه نمیش چی کار به تو الان. ببین به پنج به کیانه رای بدین، انوش گوش بده، تو شهروندی، آرمین هم شهروند. مرسی آرمین جان، بفهمه آرمین شما سوالش میدم به شماره 8 صحبت کنه. یه لحظه اجازه بدید، آرمین شماره 3 صحبت نکرد درسته؟ خب میچرخه میاد بالا دیگه، نوبت تهارمه، بعد بهنام میچرخه میاد بالا. میدم به هرچی ببینم چی داره. ببین خانم شماره 7، شماره 4 بازی گفتی ساید درست تو این بازی بین 2 و 6، 2 که خونده شهروند، 6 هم رسیدی به شهروندیش، چجوری همچنان میگی 4 تو این بازی شهرونده؟ و چجوری داری الان برام میگی که 5 میتونه مافیا باشه تو این بازی؟ 5 خب پس بعد یارش من باشم دیگه. بعد دیروز مگه نمیگفتی من مافیا بازیم؟ امروز داری به من توضیح میدی که چرا 5 تو این بازی مافیا بازی؟ خیلی عجیبه. شماره 10 چه شوئی داریش آقا؟ شما روز اول یه شماره 5 رو اومدین شرح کردین به خاطر اینکه اومده یه مسئولیتی رو قبول کرده. این شماره 5 یه دو شهروند انداخته بیرون، الان یه عذرخواهی هم نمی‌کنه من برمیگردم من اشتباه می‌کنم. شما شماره 5 من نمی‌دونم چرا شماره 8 رو من باز دارم، با اینکه با من داری برمیگردی، ولی من شماره 5 رو دارم. من بعدم بازپرسی مگه نیومدن 8 و شماره 2؟ من این دوتا رو دارم. من آقای علی شما داری اشتباه بازی میکنم. الان که دو سایده شده، مافیا به هم که نمیزنن، الان دو تا ساید رفتن تو ساید مختلف. من خودم انوشو، خودم و خانم نرگس رو دارم، بین این تا نفر 4 و 5 و 8 و 10 یه شهروند خودش بکشه بیرون. مرسی آرمین شورچا. چالش میدم شماره 7 بعد من صحبت کنه. ببین خیلی واضحه خانم نرگس، آقای آرمین من شهروندم، شما شهروندی، شماره 10 هم شهرونده، چینشون کیان و 6 و 8. ببین فکت میارم براتون، خواهش میکنم شهروند گوش کنه. یه شماره 8 بوده تو ترنر روز 1 گفته 2 قطعی مافیاست، درسته؟ این شماره 6 بوده اومده تو دفاعیه گفته نه، دوه گفته تو ترن خودش گفته دوه قطعیش ناف شهرونده، گفت کرده دوه رو. بعد رأی خروجش رو به عنوان نفر سوم که تاثیرگذار سوم یا چهارم بود، تاثیرگذار بوده، داده به شماره 2. پس امروز باید برسه به مافیای 8. داره با 8 دیالوگ میکنه رو مایک، دارن با ما روپایی میزنن. خانم نرگسه های آمیر، 8 قطعی مافیاست، 6 مافیاست، کیان مافیاست. یه وصیت شهروند بوده برای چی تارگت نخورده دیروز؟ 5 مافیاس، 6 مافیاس، 8 مافیاس، برگردید قانون شماره 7. آره شماره 3 رأی بدید. متشکرم. چالشتون رو به کی دادید؟ نرگس صحبت کن. خب نرگس چالش به شما دادن. یه لحظه اجازه بدید، نت شما تأخیریه، میخوای تصویرت رو ببند صحبت کن، شاید بهتر بشه. الان بهتره؟ الان صداتون رو دارم. آره خب ببین شماره 4 الان به 6 نزن دیگه، الان نمیتونی که مافیا رو همه رو با هم 6 اون 9 اینو داشته. امروز بچه ها دو نفر باید بیان بالا، هم کیان میاد بالا هم محمد رضا. چرا تو این موقعیت شهر تو میخندی همش؟
بابا الان یه بچه شهر اشتباه بدیم بیرون تا میبازیم. چرا میخندی؟ شهر بچه شهر فقط به این دوتا رای میدی. اصلا به نظر من فقط به محمد رضا هم رای بدیم. بچه دار متشکرم. کیان چالش ها میدم به انوش بعد من. آرمین دهرم اگه مافیا نداری من رای نمیدادم دیروز بالا. آرمین شماره 3 تو که مافیایی. آرمین شماره 3 من رای نمیدادم به دهه، دهه بالا نمیومد. مگه چهاره رو مافیا نداری؟ آقا من امروز اصلا با 3 و 4 کاری ندارم، اصلا کاری نداشته باش. 7 و 10 قطعی مافیان امروز باید گادفادر بره بیرون. قطعی 10 گادفادر نیست. امروز 7 رو میدید بیرون، فردا اگر من نبودم 10 قطعی میره بیرون. همین همین فرمون. آقا من معذرت میخوام، یه شهروند دادم بیرون. رسول خودش به من نمیگه مافیا، نرگس به من نمیگه، میگه معارضا بره بیرون. چجوری به من میگید مافیا؟ یه روز با من بازی کنید دوباره. من اشتباه کردم سر شماره 2. باگ داده آقا، باگ داده. خودتون همتون رای دادید. مرسی. امروز هفته گادفادره بره بیرون. مرسی. انوش صحبت کن. آقای کیان داری مشکوک میشی برای منو. شهروند من رسول یه وصیت داشته فقط ده. من به رسول میبازم داداش. رئیس مافیا چیه؟ گادفادر چیه؟ فقط ده میره بیرون. خانم شماره 7 این شماره 4 داره با تو دیالوگ میکنه، شاید شهروند باشه، فقط ده میره بیرون. آقای رسول داشته میرفته داشته تبر میزده روی نفر، چرا باید شاد بشه؟ مرسی آقا. 10 بیر 8 تو بیخیال شد، یه ده سیف داریم خانم، یه ده سیف داریم. متشکرم متشکرم. صحبت ها رو شنیدیم، میریم برای رای گیری. 7 نفر تو بازی هستید، 3 رای دفاع 3 رای خروج. سر صحبت انوش، انتهای صحبت کیان. به همین ترتیب رای گیری میکنم. رای گیری میکنم برای شماره 6 انوش، 1 2 3 فریز، 1 رای. شماره 7 نرگس، 1 2 3 فریز، بینگو. 8 محمد رضا، 1 2 3 فریز، 5 رای. 10 بهنام، 1 2 3 فریز، 2 رای. تأخیری بود. 3 آرمین، 1 2 3 فریز، 1 رای. 4 آرمین، 1 2 3 فریز، 2 رای. 5 کیان، 1 2 3 فریز، 3 رای. دو دوست از خودشون دفاع میکنن، 8 محمد رضا، 5 کیان. یک نفر درباره محمد رضا. چهار صحبت میکنه. یک نفر درباره کیان. میدم نرگس صحبت کنش کنم. صحبت. به ترتیب صحبت کنید. این شهروند که میخواد این بازی رو ببره فقط رای میده با محمد رضا. فکتاشو میارم. آقای محمد رضا معتقد من مافیام. داداش تو دیروز تو بازپرسی بودی، یه شهروند کردی بیرون. من مافیام، میتونستم راحت رو تو پارو بزنم. دیروز گفتم تو نباید بری، ده هم نباید بره. عاشق جمال تو بودم، تو رو شهروند تو بازی نگه دارم. گفتم حق نداریش که به هشته بزنه. امروز مسیرش رسیده به من شو شهروند بازی. یک رای فقط میده. همون شیشی که داشتی سنگشو به سینه میزدی داشته به تو رای پنجام میداده. خیلی شوهن این دوتا، خیلی شوهن. رای بدید آقای محمدرضا، بازی ادامه داره. من اگر نبودم آقای آرمین سه، خانم 7، شیشه شهرور نیست. متشکرم. 5 مافیا، 6 مافیا هست. امروز زنگ میکشید زیر. متشکرم. نرگه صحبت کنم. بچه به نظرم امروز به کیان رای ندیم. امروز روز کیان نیست، محمد رضا. محمد رضا اومده توی دفاع، ساید گرفته، هر کی هم می‌خواستیم. بعد به من میگه چرا فکت تو میدونستی شهروند؟ چون همه به دو رای دادیم. قطعا مافیا تو بازی بود. خب اگر اون مافیا بود بهش رای نمیداد تو این امتیاز. نمیگه به یارش رای بده امتیاز منفی بگیره. مشخص بود همه بهش دو رای دادن، شهروند بود. به نظر من کیان امروز بشینه تو بازی. امروز روز کیان نیست. به محمد رضا رای بدیم. به نظر بازی ادامه پیدا میکنه چون همش میخنده تو روز وقار. متشکرم. بچه ها اکت قفله. اول محمد رضا صحبت میکنه، بعد کیان صحبت میکنه. این بازیتون که عجیبه. من با 5 رای اومدم بالا، من مافیا، کیان با 3 رای اومده بالا، اون شهرونده است.
و مثلا نوح رسول آخرین چالشی که گرفت توی دفاعی دیروز گفتش که این هشته میتونه شهروند باشه. گفتم چیکار کنم، شب شاتش کنم؟ مثلا داشته رو ده شهروند پارو میزده، به خودم اینجوری بیام الان مثلا تو دفاعی ده بشینه تو این بازی به ریش ما بخنده. من قطعی شهروندم، به من چه رأی نمیدین؟ خانم شماره 7 شماره 5 بلند شد و گفته شما میتونی گادفادر بازی باشی، میگی پنجه بشینه من برم بیرون. خیلی عجیبی، خیلی عجیب، خیلی عجیب. به من که رأی نمیدید، من شهروندم، رأی میدید حداقل به پنجه. کیان صحبت کن. من فکر کنم خیلی بد بازی کردم تو این بازی، از همین الان عذرخواهی میکنم از شهروند و من معذرت میخوام. چرا؟ چون هشته مافیاست. شما رو هشت من بهت رأی ندادم. چجوری به من رأی دادی؟ مگه من و تو معتقد نبودیم ده باید بره بیرون؟ جفتمون رأی دادیم. تو چجوری من رو خلق کردی؟ مجبور شدن یه نفر رو بیارن بالا همراه شماره 8. امروز که به من رأی نمیدید، من اشتباه بازی کردم، فکر کنم کاورم هم اشتباه بوده. هشته نمیتونست به من بگه مافیا، امکان نداشت. یعنی اگه شهروند بود اصلا نمیتونست به من رأی بده، اصلا نمیتونست به من رأی بده، چون من بهش رأی هم ندادم. امروز به من رأی نمیدید دوستان، اینو میتونیم برگردیم بهش. قول میدم رأی گیری مجدد میکنم برای شماره 8 محمد رضا. 1 2 3 فریز، 3 رأی. رأی گیری مجدد برای شماره 5 کیان. 1 2 3 فریز، 2 رأی. محمد رضا وصیت. کیان خب تک رأی نباید بیام دیگه به معنی شهر، من قاعدتا باید به تو رأی بدم دیگه. تک رأی میمادم بالا میرفتم بیرون، چیکار کردم؟ بعد بازی کردیم دیگه، بعد بازی کردیم. متشکرم. مایکتون رو ببندید. اعلام وین مافیا. چند ثانیه دارم سکوت میکنم به خاطر شهروندهای این شهر. اول اجازه بدید مرتب بکنم تصاویر رو، بعد نقشا رو میخونم و نهایتا اکتای شب رو میخونم، بعد صحبت میکنید. 2 دقیقه فرصت دارید صحبت بکنید، بعد هم داورها تحلیلشون رو میگن و من هم تلاش میکنم که چیزی نکنم. خروجی اول آقای حمید میرشکار بودن، خروجی دوم ادیسون، خروجی سوم رسول، بعدش کی بود؟ بعدش همین محمد رضای خودمون بود. درخشان، عالی، فوق‌العاده. خیلی خوب. من قبل از اینکه نقشه رو بخونم یه تشکر میکنم از اسپانسرمون، گروه تولید صنعتی یوسف زاده، سماور آپولون با بیش از نیم قرن تجربه به نمایندگی سرکار خانم یوسف زاده، اسپانسر تورنمنت رنگین کمان که این رقابت رو به شما تقدیم کردن. ویدیوی محصولات خوب و کیفیت این گروه رو براتون به نمایش میذارم تا با محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. کی چای میخوره؟ واقعا هیچ کی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آپولونه ها، از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. و اما در مورد نقش ها، شماره 1 حمید کاراگاه، شماره 2 ادیسون روینتن، شماره 3 آرمین شهروند ساده، شماره 4 اون یکی آرمین ناتو، شماره 5 کیان رئیس مافیا، شماره 6 انوش محقق، شماره 7 نرگس پزشک، شماره 8 محمد رضا شهروند ساده، شماره 9 رسول بازپرس، شماره 10 بهنام شیاد. محقق شب اول به درستی به شیاد بازی بسته بود.
شیاد شماره 7 پزشک بازی رو به عنوان کاراگاه تشخیص داده بود که اشتباه بود. شاد شماره 1 کاراگاه بازی بود، کاراگاه استعلام شماره 8 رو گرفته بود، استعلام شهروندی. پزشک شماره 4 ناتو رو سیو داد و بازپرس 2-8 رو برد توی بازپرسی. رسول دوه یه دونه مافیا داره شماره 5، فقط داره میگه شماره 5. محقق شب دوم هم درست بست به شماره 4 ناتو بازی. شیاد مجدداً 7 پزشک رو کارگاه تشخیص داده بود، شاد شماره 9 بازپرس بازی بود، کارگاه نداشتید، پزشک خودش رو سیو داد و نهایتاً تو روز وقاحت با رأی گیری شهر باخت. من حتی اونجا امیدوار بودم که شما موقعی که انوش رو ورده بودید بالا رأی بدید انوش حداقل یه مافیا رو محقق با خودش ببره، که اون اتفاق هم نیفتاد. دوستان از 2 دقیقتون استفاده بکنید، من واسه تون تایم میگیرم، نقاط برجسته بازیتون رو عنوان بکنید، طرز فکرتون رو، نحوه بازی کردنتون رو شرح بدید، احتمالاً توی نظر داورها و تو امتیازتون میتونه تاثیرگذار باشه. از شماره 1 حمید میرشکار بفرم. آقا نبی ممنون، خسته نباشید، شما و داورهای عزیز خسته نباشید، به تیم شهروند تبریکم میگم، به مافیا. آقا من روز 1 بلند شدم گفتم با کل دک میخوام کلن دیالوگ کنم با شهروند نرمیم. شماره 2 بلند شد تارگتاشو اون ور زد، بعد زد به من، سریعا مافیا کرشو گرفت، شماره 4 5 شارژ کرد، چرخید رفت، شیشه کار نداد، هفته کار، دوباره از 8 شارژ شد. من اصطلاحی که گرفتم به خاطر این بود، تو ذهن خودم گفتم یا قطعی تو ساید ماست، اگر درست باشه 9-2 اینا رو گرفتم، اگر نباشه 4-5 و یکی دیگه بینشون 5-10 و یکم بین 8-4. دقیقاً همینم تو وایس برای آقا نبی نمیدونم فرستادم، صحبتام همین بود. ولی متاسفانه این که من یک گله از پزشک بکنم، آیه شماره 6، من نمیدونم با شما دست خوابوندم از یه شهروند، در جایگاه شهروند ادیتور نمیتونه اینقدر باگ داشته باشه. خب بعد بلند شده هر شهروندی باش میگیره بلند میشه میگیره، یه دونه تارگت داره 5-5 رو نتونسته بیاره بالا، بلند میشه میگه 9، میگه با 9 میگیرم، بلند میشه میگه 6، میگه با 6 میگیرم. مافیا تو این جایگاه سعی میکنه تا دیالوگ کنه و نرم کنه بازی رو، ولی متاسفانه من آخر بازی رسیدم و رأی هم بهش ندادم، فقط رأی 1 دادم بیاد بالا، قطعا رأی 2 گفتم نمیدم و ندادم رأی بهش و نشست. اگر با یه رأی من میومد بالا تموم رفته بود دیگه، ولی من قطعا رأی رو گفتم نمیدم بهش تا بشینه تو بالا، چون شهرونده. اونجا دیگه به شهروندی 9 هم رسیدم، استعلام 8 رو گرفتم ببینم با 5-10 یار هست یا نه، گفتم اگر 8 رو به من دیسلایک بدن قطعا 4 یارشونه، همین وایس هم فرستادم. آقا خسته نباشید، خیلی بازی خوب، دمتونم گرم. متشکرم حمید جان. شماره 7 پزشک بود، 6 هانتر بود، 7 پزشک بود. ادیسون بفهم. دمت گرم آقای نبی بابت اینکه بازی رو کردی، خسته نباشید. میگم من مقدار مریض احوالم، گفتم زیاد نرمال نیستم، با فعلا اون حالت تب و لرزه فعلا هستش، رو هم نیستم این اطور نمیفهمیدم چی میگذره تو بازی. دمتون گرم، خسته نباشید، تبریک میگم به ساید مافیا، دمتون گرم. متشکرم. رسول جان بفهم. نبی جان دمت گرم، داور خسته نباشید. همگی خسته نباشید، تبریک به تیم مافیا. نمیدونم ادیسون تو به 6 نفر گفتی شوی، چرا باید یه شهروند؟ تو روینتنی شبا نمیری، روزا میری، به 8 گفتی شو، به من گفتی شو، به 5 گفتی شو، به همه گفتی شو، یعنی تو 3-4 تا مافیا شو داشت، به 6 انوش گفتی شو. نمیدونم اصلا فرد 8 هم محمد رضا منو باکس کرد با 2 دیگه، گفتم بذار بیاد بالا، ولی فردا فکت شهروندیش تولید شد دیگه. بخوام نرگس من مافیام، همه به من میگن شهروند رأی ندادم، گفتم سیو بشم، آخه تو رو کی شات میکرد؟ یه دونه شات سیو میزادی، من 10 مگه میذاشتم بشینه کاپیتان. من اون روزم میخواستم رأی بدم، گفتم 8 نفر استاندارد بازی اینجوری که رأی نمیدن برن شات خونی، بعد منو زدم فردا محمد رضا که فکت شهروندی بود، فکت شهروندی محمد رضا ولید ترین فکت شهروندی بود که تو کل عمرتون شنیدین، اومده بازپرسی بالا مافیاست،
بعد یاراش کجان؟ خب یاراش میدونن ادیسون میره دیگه، میگن هش ادیسون میخونه شهروند، محمد رضا رو میفروشن تا آخر بازی سفید، یه دونه یاکوزایی میکنن بازی رو میبرن. محمد رضا یه دونه رأی هم نداشت، یه ولید ترین فکر شهروندی بود، چطوری تو هفت نفر آوردنش بالا؟ بعد تا من رو شهروند بودم، دهه رو گردن گرفته بودم، شاد شدم شهرونده رو نتونم فردا بدم بیرون. کجا بازی میکنیم بابا؟ نمیشه دیگه. انوشه مثلا میگم که داداش با من رأی بده، با من رأی نمیده. محمد رضا میگم با من، محمد رضا من خودتو نشوندم تو بازی، میگی با رسول رأی میدم، با من رأی میدی، من به شیشه رأی ندادم، تو چرا رأی کشتی زیر شیش؟ شیش اصلا تو هشت نفر نباید میومد بالا. بابا دیگه اینجوری نمیشه که، اینجوری میشه بازی رو میبازیم دیگه. همتون گرم نبید داداش، خسته نباشید، صحبت خاصی ندارم. مخلصم ممنون. محمد رضا خسته نباشید همگی. من خودم که خیلی بد بازی کردم، عذرخواهی میکنم از شهر. من روز یک میخواستم از 2-6-9 بیل بزنم مافیا در من. برای من منطقی نبود یه شماره دوی تو روز معارفه میگفت 5-5-5 به همه تصویر نشون میداد، رسید تو نوبت صحبتش گفت 9 رسول تو شوی، 6 هم مافیا. این دوتایی که به دوه کار نداشته بوده، این مثلا شماره 6 گفته بود 4-5 تو این بازی مافیای بازیه. تو ذهن من منطقی نبود، فکت هایی که 4-5 تو اون روز یک بازی می آوردن کاملا رو شماره 2 درست بود. من تو ذهنیتم 4-5 شهروند بودم، ولی خب از روز 2 که 4 دیدم هی به من چالش میده، متوجه شدم که 4 تو این بازی مافیا داره هی شکلات به من میده. مثلا همینم تو روز وقاحت میگفتم 4 تو این بازی مافیای بازیه، یعنی هی می‌خواست مثلا بگوش من دارم از اول بدون شهروند. میدونستم که مافیا بازیه، خیلی واضح بود دهه بعد از بازی خارج میشد دیگه. مثلا یه رسول این شهروند خب میمون تو بازی شهرونده رو میکرد بیرون دیگه، و دیگه متاسفانه ششم تأخیری رای داد. کانون شماره هفتم میگه شیشه شهرونده، نو هم که به وصیتش گفته بود که من شهروندم، خب دیگه ده سیف میشد دیگه. بعد پنجه بلند شده میگه تو گادفادری، اونجا خیلی به نظر من واضح بود دیگه. من خودم خوب بازی نکردم، این منطقی، یعنی من به بازپرسی نو هم رسیدم، مثلا همین روز دو دیگه گفتم با دستشم بازی میکنم، چون تو ذهنم بودش، گفتش که بازپرس 8 و 9 رو بیاره، دیدم که من با 2 اومدم بالا، مثلا به بازپرسی 9 رسیدم، ولی حیف شد دیگه. یعنی من روز آخر فقط دیگه رسیدم به شهروندی 6 و 3 هرم که شهروند داشتمش، باشم دیالوگ کردم گفتم تو از نظر من شهروند، خب رای خونجم به من نداد، هفته حیف شد. یعنی من خودم تارگت دد زدم دیگه، یعنی طبیعیه که نتونی تو ذهنت منو شهروند داشته باشی. در کل خسته نباشید. کیان شماره 5 خیلی خوب بازی کرد، کل دک بهش میگفتن شهروند، ولی روز آخر بعد دهه میرفت، یعنی یه جوره نمیتونست 10 تو بازی بشینه، بعدش هم میرفت، من خودم 4 رو فرداش میکردم، ولی به فکر نمیکنم به کیان میرسیدم. خسته نباشید، عذرخواهی میکنم از شهر. آرمین بفرم. حالا اتفاقا هم اصلا با شما موافق نیستم، چون کیان اصلا بدون هیچ دلیل شهروند اومد یه روز اول یه مسئولیت گرفت، ولی مسئولیتش قبول نکرد، هیچ کاری هم نکرد، هیچ سودی هم برای شهر نداشت، ولی همچنان شهر بود. چرا؟ من اصلا نفهمیدم این چرا شهر. با احترام شماره 8 شما بازی من خراب کردی، چون همش داشتی با مافیا داشتی بازی می‌کردی. من روز آخر گفتم بین 4 و 8 و کیان و 10 هست، شهر خودشو بکشی بیرون. توضیحی که دادی برای آره، توضیحی که دادی تو دفاعیت که چرا 10 شاد نشده 9 شاد شده، من به شهروندی شما رسیدم که شما شهروندی اون ستا به شماره 5 هم قشنگ انگار سر اون هشت ماه بود، باید اون اول میرفت، اصلا ده نباید اول پنج باید میرفت، روز اول هیچ کاری نکرد، پنج باید میرفت، اگه پنج رو میدادیم بیرون برمیگشتیم به بازی، 4 تابلو میشد، 10 هم تابلو میشد، پنج رو میدادیم بیرون اون روز، این دوتا هم میزدن بازی. من فکر میکنم این شهر این بازی میتونست ببره، فقط به خاطر اینکه علیکی همدیگه رو گردن گرفتن شهر یکم بازی ریخت، یعنی روز آخر ولی میتوند بازی رو در. متشکرم. آرمین شماره 4 بفرمایید. نوی جان خسته نباشی، بابت روایت بازی دم شما گرم، باورام که وقت گذاشتن نگاه کردم، ممنون بچه، خیلی عشق کردم باهاتون بازی کردم، واقعا لذت بردم این جمعا که بازی میکنم، واقعا لذت میبرم. من فکر میکنم مافیا ترن معارفش خوب رفت،
فعل معارف و روزه یک ما بینگو نشسته بودیم. یعنی من حداقل سعی کردم خودم از خودم که شروع شد، کیانم که فوق‌العاده بود معارفش، و یه سری ها بسته بودن رو شهروندی من و کیان، از اون شهروندی من و کیان داشتن تارگت میزدن، تارگت های ما رو دنبال میکردن. شماره 6 که چالش گرفت، شماره 2 دیدم 2 داره به 6 میگه مافیا، همینو کردم فقط یه سایت بین اینا درست کردم، 4 5 تا شهروند فکر کنم لایک دادن، گفتم همونجا دیگه بازی رفته قطعی تمومه. دوباره که اول دفاعی گره شد، بعد دوباره فرداشم تو بازپرسی 2-8 بوده. ببین فقط باختم بنام، ببین این جایی که رسول اومده بهت میگه مافیا، نباید بهش بگی شهر تبر، برو تو دلش، برو تو دلش، اونجا دیگه شهر تبر دیگه رفته بودی. یعنی من خیلی دیگه زور زدم که نیای تو دفاع، یا حداقل کاورتو بگیرم بشینی تو بازی. اونجا باید میرفتی تو دل نوه، من شیشه رو با نو باکس میکردم، بالاخره یه چیز در میاد. چون سه هم کاری با اینا نداشت، سه هم داشت با هشته میجنگید، یه چینی بالاخره درست میکردیم دیگه. حالا شانس هم آوردیم که من حالا روز آخر انوش نرفت، من خودم بسته بود به من که فکر میکنم اصلا بازی کلا برمیگشت. من از بازی همتیمیام لذت بردم، بازی شهروندان به نظرم خوب بود، من کلا لذت بردم از بازی. دمتون گرم، خسته نباشید. مرسی کیان جان، بفرم. اوکی، خسته نباشید به همه پلیرها. شهروند مافیا بازی جذابی بود، مرسی از داورا که وقت گذاشتن. همینطور گاد، ببخشید اگه من یه ذره رفتم اومدم، نت ایران دیگه دست ما نیستش. واقعا راجع بازی حقمون واقعا وین بود به نظر من، یعنی مافیا به نظر من تیممون خیلی خوب بازی کرد، هم توی روز هم توی شب، یعنی همه کار کردیم، وقاحت بازی کردیم، سایت جدا کردیم، یه هر کاری که از دستمون برمی اومد انجام دادیم. از همتیمیام تشکر میکنم، به نظر من خیلی خوب بازی کردن. نقاط قوتمون این بود که شب اول یک کار، من یه حسی داشتم یک کاراگاهه، به خاطر اون جمله‌ای که اومد گفتش که این یار نداره، یارش کیه، بعد مثلا فرصت بدیم، یعنی یه حسی بهم میگفتش که این تو شب یه اکتی داره که میخواد فعلا بازی توی روز کسی نره بیرون. باتن شاتش کردم. رسولم خیلی موزه داشت روزای آخر، یعنی هم داشت مافیا میزد، هم موزش خیلی بالا بود، هم شیشه رو داشت شروع میکرد. یعنی من گفتم رسول اگه سیوم بشه باز من میزنمش، چون رسول بمونه کار ما خیلی سخته. با سناریو هم بازی کردیم، یعنی دقیقا همونی شد که گفته بودیم. یعنی من با بچه ها صحبت کردم، گفتم روز آخر سایت جدا میکنیم، تا روزای اول فقط با وقاحت بازی میکنیم، همینم شد. من حتی روز آخرم باز کاپیتان رو داشتم نگه میداشتم، یعنی گفتم هفت بره، با اینکه بهش روز قبل رای داده بودم، یه واقعا هر چیز زور داشتم کاپیتان زدم واسط که تو رو نیارم حتی بالا، ولی دیگه نشد، باز خوب شد نیومدی بالا. و اینکه خیلی خوب شد رو این تنو دادیم بیرون، و روز یکم به نظرم خوب شد نرفت، یعنی من تو گروهم گفتم بهتر گره میمونه تو بازی. حتی 10 و 6 که اومده بودن نرفتن باز خوب شد، گره بمونه تو شهر به نفع مافیاس به نظر من. و بازی کردم هم با وقاحت بازی کردم، فکر کنم نرگس به خاطر اینکه رأی ندادم بهش کاور کرد، حالا نمیدونم خودش صحبت میکنه، ولی دمتون گرم، بازی خوبی بود. متشکرم کیان جان. آیا انوش بفهم. اصلا نباشید دوستان، تبریک میگم به گروه خوب مافیا، اصلا نباشید به شهروندا، ممنون از داورای بازی که حوصله به خرج دادن، بازی ما رو نگاه کردن، من خیلی ضعیف ازم. روز یک قاقه شماره 4 ایدیسون که بهش تارگیت محکم زد و پلان، برگشت به بعدی ها تارگیت، اون که یک تارگیت بهش دادم. بعدش روز دوم آقای 8 بهنام یه چیکار کرد، یه نفر چیز زده بود، چی میگن اون ذهن ما چیز میگن، همونو به شماره 7 نگو به یکی دیگه گفت، ولی روز آخر دیگه متاسفانه معلوم بود. آخه مگه میشه یه مافیا روز آخر 5 شرعی بیاره بیاد بالا؟ میتونستیم برده هیچ. بعد یه روز بعدم سری به رأی بهنام، یعنی من فقط اونجا به آقای کیانم این معمولا جمله مافیایی، بیاین مافیا رو بندازیم، گادفادر رو بندازیم بیرون، یا اون موقع با چیز بود سناریو مذاکره، آقا بچه ها این مافیا سابی اول مذاکره رو بینید، آقا تو اونو که گیرداری رو بینده بیرون دیگه، ولی متاسفانه نشد دیگه
خانم شماره هفت تا لحظه آخرم با کیان بود. نشد که منم مقصر بودم. من اگه بازی آقا رسول رو خراب کردم عذرخواهی میکنم و بسته بودم به شهروندیش، ولی از بازی خودم راضی بودم، از خود بازی خودم رو دوست داشتم. یعنی شهروند مافیا رو تقریبا تشخیص داده بودم، ولی نمیتونستم بیشتر از این صحبت کنم. ما چیزم نمیدادم، چی میگم، چالشم کم میرسید، نمیتونستم فکت بیارم. ولی از بازی خودم، به نظر خودم، من خودم راضی بودم. یه انگیزه ای شد که بتونم بازم بازی بکنم. این برام بهترین بیشترین پیروزیه برای خودم. یعنی من خودم یه انگیزه زیادی شد که میتونم چی میگن گیلممو از آب بکشم بیرون تا حدودی. البته این انتظار از خودم نداشتم، از بازی قبلی بهتر بودم، برای من پیروزیه. ممنون از همه، ممنون از همه. مرسی انوشان. خانم نرگس بفرمایید. تبریک به مافیا، خسته نباشید، به شهر، مرسی آقای نبی و داورا وقت گذاشتید برامون. قطعا فکر میکنم باعث با تو شهر بلند من بودم. یعنی کاورای بی جای علکی مافیا به نظرم اونجا نباید اصلا کاور. خب بشین یه گوشه، تو چی کار داری؟ چی نمیدونی؟ واقعا اونجا نمیدونم چرا کاور بهنامو گرفتم. چرا واقعا اینطور؟ دیدی محمد رضا دقیقا اون چهار نفری که روز یک رای دادن سه تاشون مافیا بود، دیدی؟ دیدی وجدان؟ چون این دقیقا همون دو نفری هم که رای تأخیری دادن که گفتم. یعنی دیدن رای نبود، رای دادن. بد بودم دیگه، خیلی بد بودم. دیگه هیچ چی آره، خسته نباشه. خیلی ناراحتم. من فکر می‌کنم بازی رسول خراب کردن. یعنی قطعا یعنی اگه من اونجا کاور بهنامو نمی‌گرفتم رسول، یعنی بیشتر خیلی ناراحتم برای رسول. بهنامو میداد بیرون، فردا بازیش می‌کرد، شبم باید سیوش می‌دادم، نمی‌دونم چه. خسته نباشید. بچه‌ها. متشکرم. آی بهنام بفرمایید. فکر می‌کنم یه نفر پرید بیرون، نمی‌دونم. بفرمایید. تشکر میکنم آقا نبی عزیز، تبریک میگم به یارام، خسته نباشید، به شهر راضی. من خیلی از بازی خودم راضی بودم. یه دو تا تشکر ویژه قبل از اینکه صحبتم شروع کنم بکنم، یکی از احسان جعفرنیا، یکی هم از آقای حجت که اینجا هستن. حالا بین صحبت ها میگم چرا. من بازی خودم راضی بودم. من معمولا مافیای خیلی ضعیفی ام، ولی این بازی خیلی راضی بودم. من یارم گاتفادر رو روز معارفه گفتم شهر صد براش فکت بود. روز بعدی از این که تارگت نمیخورد همه باش دیالوگ میکردن گفتم این شهره. دوبار اینو شهر صدش کردن. به روز وقاحت سایت جدا کردم، گفتم آقا من بهت گفتم شهر دیگه باهات کاری ندارم. شب آخر قبل از شب وقاحتم گفتم بچه‌ها فقط هفتو نزنید لطفا، هفته خیلی داره کمک میکنه. آقای شماره 4 آرمین عزیز، ببین اونجایی که من به رسول نزدم، ببین بازی استاندارد مافیا این بود که اون داره منو میده بیرون، من بهش بزنم برم تو شکمش. ولی اونجا به این فکر کردم این خیلی موزش قویه، من رأی اینو بخوابونم و تونستم بخوابونم. یعنی من با 8 تا اومدم بالا دفاع کردم، دفاع هم گفتم یار من که فلان فلان فلان، قبلش هم به رسول گفتم تو شهری نمیتونی شهر نباشی تبری، رأیشو خوابوندم، رسول به من رأی نداد. شات کیانم که رسول زد فوق العاده بود. من همین که روز وقاحت حتی من اصلا دفاع هم نیومدم، اصلا تو دفاع هم نیومدم. سایدم که کیان روز وقاحت جدا کرد خیلی عالی بود. من بازی خودم راضی ام. یعنی با استراتژی اونجا به، یعنی واقعا با فکر این کارو کردم. به حالا شاید هم فکرم کامل درست نبود، شاید کار دیگه میتونستم، شاید میگفتم رسول، ولی رسول خیلی موضع قوی و بالایی داشت. من اونجا بهترین راه و دیالوگ کردن دیدم، میگه واو به رسول تو شهری داری تبر میدی، بعدو ول کن. رأیش هم افتاد. یعنی من بینگو نشستم روزی که با 8 رأی اومده بودم بالا. بعد اونجایی که من از این قسمت بازیم که کیانو شهر کردم خیلی خوشحالم. از اونجایی هم که تو روز وقاحت سایت جدا کرده بودیم خیلی راضیم. حالا تشکری که از احسان جعفرنیا و حجت کردم برای چیه؟ توی روز وقاحت یه جا اومدم سایت بچینم، وسط حرفم یاد حرف احسان جعفرنیا و حجت افتادم، آقا جون سایت نچین. خانم رمضانی میگه آقا سایت نچین بنام. گفتم بیخیال. یعنی وسط این که داشتم چیز چین میچیدم چینو بیخیال شدم. نه آقا فقط این مافیا. دو تا رو گفتم بعد می‌خواستم بگم این اینو این، از سری حرفمو خوردم. یعنی اگه من اونجا چین میچیدم ممکن بود دستم روشه. خوشحال به خاطر همین از این دوتا عزیز ده. یعنی از اون سوتی بود که همیشه من واقعا اینو مدیون چیزم، خانم رمضانی و آقای حجت و آقای چیزم احسان جعفری هم که
اینو بهم گفته بودن. 10 دفعه گفتم مافیا میشی چین نچی. اونجا خیلی خوب بود. نظرم بازی مافیا عالی بود. کیان فوق‌العاده بود. درخشان ظاهر شد. من از بازی خودم راضی بودم. یعنی من احساس میکنم با 8 تا رأی اومدم دفاع بعد نشستم تو بازی. مافیا شو به قول بچه‌ها. نشست با ترکسی که گردنم گرفته موضع قوی هم داره دیالوگ قرار کردم. بهم رأی هم نداده. متشکرم. به قاعد دفاع نمیره. من راضی بودم. بازم تشکر میکنم نبی هست. متشکرم. انشالله خدا ازتون راضی باشه. آیا احسان جعفر نیارم اگر بهش سلام برسونید ما خوشحال میشیم. ما یه احسان جعفریان میشناسیم ولی آیا جعفر نیار رو نمیشناسیم. جعفریان ببخش من یه دوست داشتم. نبی من یه چی بگم؟ ببین نه رسول جان. ممنون میشم رسول جان. چون یه 2 دقیقه ما تایم میدیم به بچه‌ها. آره فقط همون برای اینکه فر باشه همه 2 دقیقه است. بعد که لایو رو بستم میتونید صحبت بکنید. خب متشکرم از تیم محترم داوری میخوام که نظرشون رو راجع به این بازی بگن. بفرمایید. خواهش میکنم. اجازه نمیدم بشین بچه جان بشین کوچولو دیگه خسته نباشید عرض میکنم خدمت هر دفعه بلیده من اصلا یه روز با تو کل کل نکنم اون روزم شب نمیشه آقا نبی خسته نباشید من سعی میکنم زیاد طولانیش نکنم کوتاه صحبت میکنم به نظر من قدرت مافیا از معارفش شروع خیلی معارفه تمیزی داشتیم یعنی انقدر معارفتون تر و تمیز بود که تا زمانی که ذهن شهروند بخواد بچرخه بین شماها مافیا در بیاره خیلی زمان می‌برد و قشنگترین و تمیزترین فکت‌ها و توی شهروندا و چین رو شماره 6 داشت می‌برد شماره 6 محققای انوش خیلی فکت های تمیزی داشت می آورد خیلی قشنگ داشت حرف می زد با اتون دیالوگ می کرد می گفت بابا شماها یه شهروند رو دیروز رأی دادین باید بین خودتون مافیا داشته باشید و حتی یه جا با 8 دیالوگ کرد من یک سوال دارم آقای محمد رضا چرا 5 شهروندت بود یک سوال دارم از خانم شماره 7 نرگس چرا 4 دیسلارک چرا کاور 10 دلیلشو باید تو ذهنت یه چیزی باید تو ذهنت یعنی یه جوری وقتی 4 داشت تارگت میخورد دیسلایک میدادی انگار کاراگاهی هستی که اصطلاح منفیشو داری یه زن اگر به شهروندی 6 رسیدین به حرفاش گوش میکردین خیلی منطقی بود شماره 3 متاسفانه ذهنش اول قفل بود که باید ساید بازپرسی در بیاد که در اکثر موارد هم اینطوریه ولی خب حالا اینجا بازپرسی دوتا شهروند بودن فکت رای گیری شما رو میتونست به شهروندی شماره 8 برسونه همون حرفی که آقای رسول زد که همه رای دادن به 2 این اگه مافیا بود یکی دو تا یارش حداقل بهش رای میداد اینجا میتونستیم به شهروندیش برسیم ولی روز آخر حرف قشنگی زد رسیده بود به شهروندی 6 به شهروندی 7 داشت میگه بین 4 5 8 10 یه دونه شهروند خودشو بکشه بیرون این که همدیگر رو شهروند داشتین خیلی عجیب و غریب بود یا مثلا به مافیای 10 رسیدین رسول رفته بیرون امروز قرار بوده 10 از بازی بکنه بیرون این 10 با این 10 دارین رأی میدین شما که 10 مافیا دارین با همراه این 10 دارید رأی میدین روز وقاحت خب این باید براتون این مقدار عجیب باشه دیگه یه نفر بلشته به شما گفته گادفادری میخوام امروز تو رو بکنم بیرون نمیدونم واقعا مشخص بود که تو رو داره با یارش چین میکنه میخواد ولی فورس رو بذاره روی تو بعد مثلا فکتتون برای محمد رضا اینه که چرا میخندی روز وقاحت فکت اونو باید ببینی اون سر ما رو باید میزدین عجیب بود اگه رأی نمیدادین خب به هر حال روز وقاحت با دست شما و 2 مافیا شهروند رفت بیرون اگه بازپرسی بین 2 و 5 میبود به نظرم خیلی قشنگتر بود اونجا رأی گیری ها خیلی متفاوت میشد آره 2 میرفت بیرون بعد اونجا یه نفری مثل شماره 3 که ذهنش درگیر اینه که ساید باز پرسی باید در بیاد حداقل ذهنش میشد درگیر 5 مافیا متوجه نه 8 شهروند این منطقی تر پیش میرفت ولی در کل مافیا هر کار تونست بکنه کرد دیگه واقعا بهتون تبریک میگم خیلی معارفه تمیزی داشتین و تا آخرم بعضیاتون هر کدومتون تو ذهن یک شهروند قطعی شهروند بودین واسه همین چینتون هم در نمی اومد به هم تارگت زدن ولی به هم رأی ندادن در نهایت
موفق باشین آقای مهدی. بفرم. رمضانی به من پس اینکه گفتی مهدی بفرمایید همه فریز شدن، چقدر بی برکتی تو میذاشتی همون اول من صحبت همو برم. صدا میاد آقای نبی؟ بله صداتون میاد واضح، دالبی استریو. تبریک میگم به مافیا. تبریک میگم به مافیا. ببین مافیا خیلی خوب، یعنی معارفه و روزه یک که خیلی خوب رفت، یعنی بابت تارگت های اشتباه روزه یک خورده ای نمیشه گرفت. من میخوام از یه جایی به بعد صحبت کنم، از اونجایی که ساید دو خونده شده شهروند، از اونجایی که ساید دو خوند شهروند، تحلیل رفتار مافیا رو بیاد بررسی کنیم. روزه یک شماره دوی فکر کنم با 7 رای آقای نبی یا با 8 رای بود اومد دفاع، 7 رای بود، 7 رای غیر از خودش. خب بعد از شماره دوه هیچ کس دو رای هم نشده. مافیا همیشه ایدئالش اینه که مثلا دو تا گره ایجاد کنه، دوست نداره یه نفر رو بیاره بالا طرف شو شهروند بشه. پس ساید دور خونده شهروند این یه سرنخ که رفتار مافیا روز یک رفتار هجومی بوده. این بحث دست جمعیه. حالا بحث پوزیشنیش، محمد رضا تو هم با دیتای کارت شهروندی خودت میتونستی بفهمی رفتار مافیا هجومی بوده. چرا اومدی بازپرسی با شماره دو؟ مافیا معمولا دوباره خوشش نمیاد یه شهروند با کلی رای بره بیرون، یه تعدادشون میان مثلا به تو شهروند رای بدن که بگن آقا چرا هشته نرفته بیرون. چی میشه که شماره دو فول رای میره بیرون؟ چون مافیاها احتمالا همه تارگتش کردن، همه بهش رای داده بودن دیروز، نمیتونستن به کسی غیر از دو رای بدن. اینم تحلیل رفتار هجومی مافیا از نظر پوزیشنی. اونجا پوزیشن تو مجهول بود، ولی باز دوباره روز آخر پوزیشن تو هم معلوم بود. چرا؟ چون رسول شات شده. شات رسول شیشه که سفید یخچالی میکرد، هیچی، تورم تا حدودی شهر میکرد. آقا شیشی هم که روز تو هشت نفر اومد بالا، با رأی کیا اومد بالا؟ با رأی 3، 4، 5، 8، همون چهار نفری که روز یک رأی دو دادن. سرنخ سوم از رفتار هجومی مافیا. پس مافیا روز یک جاش محکم بوده، با اعتماد به نفس توی سایت بازی کرده. حالا کار فوق‌العاده قشنگ رسول توی آخر روز دو این بود که دیگه موزه از کیان گرفت، خب بیا پایین دیگه، یه شهروند دادی بیرون، میگه هنوزم بعد با من بازی کنید. قشنگ بود اونجا، موزه رو 10 تقویت کرد، موزه رو گرفت، دیگه شب رفت زیر باده، دیگه بیشتر از این جا نداشت بمونه تو بازی. مافیا که سرمست شده بود، یعنی رفت تو هشت نفر قشنگ معلوم بود مافیا سرمست شده. کیان بلند شد میگه اصلا ما که رای دادیم همه شهروندیم، خارج حلقه همو گردن بگیر. این بلند میشد اونو کاور میکرد. مافیا سرمست بود تا جایی که رسول موزه رو گرفت، اونجا شروع کردن به دیالوگ کردن. ببین رسول جان، ما اینجوریه که تو، ما امروز با تو به 10 رای میدیم، تو هم این شیشه رو کاور نکن، این شیشه رو کاور نکن، زدی زیر بغل. یعنی اونجا که یه ذره تارگت خوردن، از حالت سرمستی در اومدن به خودشون اومدن، دیدن آقا دیگه بازی هم اینقدر ایزی نیست. پس دیگه از تو هشت نفر به بعد باید دقت میکردیم. روز اول من هیچ خورده ای نمیگیرم، یعنی خیلی ها بودن 3-4 تا شهروند تارگت کردن، نمره منفی من ندادم، ولی دیگه از روز آخرای روز دو به بعد یه سرنخای قوی بود، سرنخای خیلی قوی بود. مثلا 6 که دیگه شو شهر بود، 8 تقریبا شهروند بود و یه 5 بود که گفت امروز با من بازی کنید 7 بره، یعنی داره عملا یه نقشی رو بلند میکنه روی یکی. پس 5 قطعی مافیاست و 8 هم باهاش چین نمیشد. چرا؟ چون روند بازی روندی نبود که روز آخر دو مافیا تو دفاعی باشه. پس در حالت خوشبینانه یک مافیا تو دفاعی، همون شخصی که کارگاهی رو من بلند کرده گفته مثلا من برم بیرون. حالا با نقش گادفادر کارگاهی بلند نکرده، ولی دیگه کلا شهروند یه شهروند میده بیرون، موضعش انقدر بالا نیست دیگه، حد خصوص تو تورنمنت. این رسول اشاره کرد، مگه میشه تو شهروند بیرون بازم باید با ما بازی کنید؟ خلاصه که فوق‌العاده تبریک میگم به مافیا. مافیا قشنگ بازی کرد، موش جونش. حتی اگرم شهر می برد، باز هم از ارزش های مافیا جمله کلیشه ای چیزی کم نمی شد بالاخره تا اون رسید. آقای حجت هم نیست از اون جملات قصار و کلید واژه ایش بگه، حالا اگر بود جاش خالیه. شال از بازی بعد دوباره داریمش، سر حالتر و پر انرژی تر، در قند شکلاته بود سر بازی قبل، ان شاء الله از بازی بعد هستن. بریم زیر مایک. تا
تمام شد. اومده جان. یه لحظه قبل از اینکه شروع بکنید من می‌خواستم بگم که مهدی جان این تحلیل رفتاری که انجام میدی رو من خیلی دوست دارم. به نظر من یه سرفصل و یه کاتگوری جدا تو بحث فکت آوردن و تشخیص مافیاست. حالا چه تو بازیایی که به عنوان پلیر این تحلیل‌ها رو انجام میدی یا این بازیایی که توی تورنمنت به عنوان داور این تحلیل‌ها رو انجام میدی، من واقعا ازش استفاده می‌کنم و لذت می‌برم. ممنونم. آقای حجت بفرمایید. خیلی ممنونم به نبی، خسته نباشید میگم به تمام شهروند و خسته نباشید میگم به همکارانم در تیم داوری به جز آقای دلگوشا. عرضم به حضورتون که درست خانم رمضانی هم همشهریمون که لایک میدن و همین کفایت میکنه. من یه خورده حقیقت حالم خوب نبود سر شب، بازی رو از معارفه دیدم ولی قبلش نقشه رو ندیدم، یعنی داخل گروه با داورا چت نمیکردم، نقشه رو ندیدم. توی ترن معارفه واسه من واضحاً 3 6 7 شهروند بودن بر پایه فکت دیالوگ و شناختی که از اینا داشتن، خیلی شهروند بودن راحتی با مایی کشون و شناختی که ازشون داشتم. من 3 تا شهروند قطعی داشتم. این توی ترن معارفه 8 و 9 برای خود من خیلی مشکوک بودن و مافی قطعیم شماره 10 بهنام بود. عرضم به حضورتون که دو تا نکته رو من میخوام بهش اشاره بکنم. یکی موضع هست، یعنی شما باید تحلیل موضع هر فرد رو در بازی تحلیل بکنید. به نظرتون یک شهروند زمانی که موضعش بالاست و یک شهروند رو میده بالا، روز دوی بازی هم همچنان موضعش بالاست؟ به نظر من اینطور نیست. با تحلیل موضع میتونستید به نظر من به مافیا کیان برسید بعد از بیرون دادن یک شهروند همچنان شهروند. دوم تحلیل شاته. مثلا فرض کنید همتون همدیگه رو شهروند دارید، 4 شهروند، 5 شهروند، 9 شهروند، 10 شهروند و یه دیگه هم شهروند. مافیا چرا باید شما رو یک رو شات بکنه؟ در نهایت مافیا قرار این بازی رو ببره. اگه شهروند رو همو پیدا کردن، مافیا چاره‌ای نداره جز از شب اول توی تیم شهروندی شروع کنه به شات زدن. به نظر من شات شماره 1 سرنخ‌های خوبی بهتون میداد که سفیدهای بازی احتمال خیلی زیاد توشون مافیا هست. عرضم به حضورتون که نکته دومی که نکته بعدی که میخواستم بهش اشاره بکنم، چند تا بازی یه نکته رو من خیلی بهش اشاره میکنم و این بازی هم دوباره نشست. یه عده‌ای با هم جرم یکسان دارن. این عده‌ای که با هم جرم یکسان دارن در روز وقاحت یه نفر بولد میشه و بقیهشون بولد نمیشن. اون یه نفری که بولد میشه احتمال خیلی بالا شهرونده. اتفاقی که برای شماره 8 افتاد، 4 نفر رأی داده بودن به شهروند، کیان گرفته بود، آرمین رأی تأخیری داده بود، بهنام رأی تأخیری داده بود، محمد رضا هم رأی داده بود. توی وقاحت فقط محمد رضا میاد بالا. 4 که به هیچ عنوان تقریبا میتونم بگم تارگت هایی که میخورد صفر بود، یعنی به اصطلاح خطی هم روش نمیافتاد. یه کوچولو حالا کیان و بهنام تارگت میخوردن، اونجا میشد به مافیای 4 رسید. من بازی های انوش رو تو تیم شهروندی توی این بازی بسیار پسندیدم. به نظر من درست بود بازیشون به عنوان شهروند، از روز دو مسیر ذهنی درستی رو دنبال کردم. خیلی سرتون رو درد نمیارم، خسته نباشید میگم به تمام عزیزان و به افرادی که صعود میکنن از این بازی، براشون آرزوی موفقیت در مراحل بعدی دارم. برای افرادی هم که احیانا حذف خواهند شد، امیدوارم در بقیه مراحل زندگیشون موفق باشن و بازم همچنان شماها رو در تورنمنت‌های بعدی، در بازی‌های بعدی ببینم. دم همگیتون گرم. متشکرم حجت جان. یه توضیح هم من اضافه کنم برای دوستانی که در جریان نیستن، این 5 تا بازی شانس مجدد که انجام بشه، ما مجموع امتیازات این 50 نفر رو بررسی می‌کنیم. 20 نفره بالای لیست میرن تو مرحله، یعنی دوتا گروه میشن با هم رقابت میکنن و میرن بعد از اون میرن به مرحله 1/4. فکر میکنم دیگه صحبتی نمونده غیر از خدافظی و بهترین آرزوها برای همتون. شبتون بخیر، خدا نگهدار. یکی از دوستان، اولین کسی که مایکش رو باز بکنه، بگه چند بار شافل بکنم. لطفاً 4 بار. 4 رو زودتر شنیدم. 1 2 3 و 4.
در این بخش تعداد شافل مشخصه موقعی که دارید ویدیو رو میبینید و ساعت سایت هم هست 18:41.44 UTC. دوستان تصاویرتون بسته باشه، وقتی صداتون کردم به من پیام بدید. آقای نبی، نقش خانم نرگسه که فعلا نرسید. به هیچ کس هنوز نقش ندادم. خانم نرگس یه لحظه تصویر میدین، یه لایک و دیسلایک بدین، فریز بودین یه 30-40 ثانیه ای چک کنیم وضعیت اینترنت شما رو. یه ذره لگ داره. حالا رعیاتون آقای نبی حواسش هست با یک ثانیه تر. شماره یک حمید به من پیام بده. شماره دو ادیسون. به اون آیدی نبی راوی به من پیام بدید، با آیدی همیشه گیم، نه آیدی که تو گروهتونم گذاشتم، تو گروه هماهنگی. شماره 3 آرمین شیبا نیا. شماره 4 آرمین علایی. شماره 5 کیان. شماره 6 انوش. انوش منتظر پیام شما هستم. آیا انوش سیکرت چت به من پیام ندید، چون تو کامپیوتر اصلا باز نمیکنه. الان دیدم رو گوشی به هم سیکرت چت دادید، ولی تو کامپیوتر سیکرت چت، یه چت معمولی رو اون آیدی بزنید، اونجا سند مسیج رو بزنید، یه چت معمولی برای من بفرستید. من خودم براتون پیام فرستادم. شماره 7 نرگس. شماره 8 محمد رضا. شماره 9 رسول. شماره 10 بهنام. دوستان تصویر بدید.
کیان جان تصویر؟ آی کیان صدای ما رو میشنوید؟ آی کیان تصویر لطفا. شد آی کیان تصویر. بچه تصویراتون رو ببندید تا ببینیم آقای کیان چی میشه تکلیف اینترنتش. اومدی؟ دوستان مجددا تصویر بدید.